من یه مقدمه از بهداشت محیط بگم خدمت عزیزان، خیلی مختصر و کوتاه، یک دو دقیقه و برسیم به مباحث اصلیمون انشالله. عزیزان، ما یه اصطلاحی به نام ردپای اکولوژیک، بعد نیست هم عزیزان بدونن، در واقع ردپای اکولوژیک میزان بهره برداری انسان از طبیعت رو به نام ردپای اکولوژیک میگن. پس ما هر نفرمون از منابع محیط زیست یه سهم 100% داریم. مثل اینکه یه لیوان پر که میشه 100%، خب بیشتر که جا نمیشه. ما اگر بخوایم سهممون از منابع محیط زیست استفاده کنیم، باید 80% استفاده کنیم، 20% هم سعی میکنیم ذخیره برای نسل‌های آینده بگذاریم. در حالی که مطالعات متخصصین دانشمندان در سطح جهان نشون میده که ما داریم الان 140% منابع محیط زیست رو استفاده میکنیم. یعنی چقدر؟ 40% بیشتر از سهممون. اگه اون لیوان فرض بکنید شما 40% بیشتر، خب چی میشه؟ خسارت داره، عوارض داره. ما باید پاسخ این خسارت و عوارضاشو بدیم، تازه برای نسل‌های بعد هم میمونه. ولی عرضه و زر حال الانام، زمین میراث مشترک همه نسل هاست. پس ما باید از اون به نحو احسن و درست استفاده کنیم، سهم آیندگان رو که نوادگان ما هستن منظور کنیم. پس بین اون 80 تا اون 140، 60% اختلاف. عزیزان، ما باید، هیچ راهی نداره، حفظ محیط زیست مستلزم 60% کاهش آلایندگی مونه. هر نوع آلاینده ای که شما فرضشو بکنی، اهم از فاضلاب، زباله، آلودگی هوا و سایر منابع آلودگی که ما تو محیط زیست داریم. به طور کل استظار داشته باشید مطالعات انجام شده که رو بار بیماری ها انجام شده در سال 2017 نشون داد که 1/4 مرگ و میر در خدمتتون عرض کنم که مدیترانه شرقی منتسب به خطرات زیست محیطیه. 1/4 مرگ و میر رقم کمی نیست. و این 1/4 طبق مطالعات بار بیماری ها اگه دقت بفرمایید 22 هزار مرگ و میرش مربوط به سالهای عمر از دست رفته به دلیل ناتوانیه که معروف به شاخص دالی هست، Disability Adjusted Life Years، و 51163 مورد مرگ زودرس هم داریم. جمعاً با این 22 هزار تا 73163 مورد ما سالانه مرگ منتسب به آلاینده های محیط زیست داریم در سطح کشور. هیچ کم متوجه نمیشه الان یک سال کرونا مرگ و میر داره رسیده به 56 هزار تا، در حالی که ما الان وضعیت میبینیم که این عوارض محیط زیستی سالانه 73 هزار مرگ و میر در ایران داره و خیلی هم مورد توجه نیست. منابع آلاینده بسیار گسترده هستن. هر انسان هر کجا باشه فاضلاب تولید میکنه، پسمان تولید میکنه، آلودگی هوا تولید میکنه، که اینها خودش مباحث مفصل داره که ما اینجا فرصت پرداختن به اون رو نداریم و با این مقدمه میریم سراغ مبحث اصلیمون که خدمت عزیزان باشیم انشالله که بتونیم این چند دقیقه که خدمتتون هستیم مطالب ارزشمند و کاربردی برای شما عزیزان تقدیم بکنیم و انشالله که استفاده لازم رو ببرن عزیزان. خب ما بحثی که خدمتتون داریم نقش بهداشت محیط در کنترل کووید 19 در مراکز بهداشت درمانی هست و ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. خیلی خوب، مطالب علمی خوبی رو، آموزشی خیلی خوب رو چند مدت عزیزان شنیدن، حتما ممکنه بعضی نکات هم براشون تکرار بشه، اما تکرار ضرر نداره برای ما انسان ها، خیلی هم خوب هست و انشالله که استفاده لازم رو عزیزان ببرن. منم سعی میکنم نکاتی بگم تحقیقاتی، در واقع مرز دانشی و کاربردی که عزیزان استفاده بکنن. خب خوشبختانه توفیق شد که حقیقی رو آقای دکتر غنی‌زاده، من یادم رفت خودم معرفی کنم، دکتر معصوم بیگی هستم، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت علوم پزشکی بقیت الله در خدمتتون هستم. افتخارمون این هست که اولین کتاب مرتبط با کووید 19 رو در کشور نوشتیم با همراهی آقای دکتر قادر غنی‌زاده و این کتاب بعد از چاپ اول بعد از مدتی فایل الکترونیکش هم آماده شد و در اختیار عزیزان قرار گرفت از طریق شبکه‌های مجازی، سایت دانشگاه، هم اکنون تو سایت دانشگاه، تو سایت دانشکده بهداشت وجود داره فایل اصلی این کتاب متنش و توصیه میکنم حتما عزیزان داشته باشن. برای تمام اقشار جامعه مطالعهش رو توصیه میکنم و کاربردی مطالعه و بسیار ارزشمند، انشاءالله استفادهتون قرار بگیر. خب این هم از معرفی اولین کتابی که در این رابطه نوشته شد. بریم سراغ بحثمون. خب استظار دارید در واقع سارس کو 2 در واقع یا بیماری کووید 19
از مشخصات ویروسی که ناقل این بیماری هست عبارت است از سرعت انتشار بالا، مصری بودنش، نداشتن واکسن مطمئن که هنوز هم و بعد از یک سال ما واکسن مطمئن 100% قطعی تایید شده ای رو نداریم، در مرحله آزمایشات ناشناخته بودن روش درمان قطعی، بدون علامت بودن 80% افراد مبتلا، ناقل بودن این 80%، اینکه ما این عامل بیماری یک همگیری جهانی بیماری حاد تنفسی میده و سبب ایجاد شرایط افزایش شیوع بیماری در سطح جهان شده. اینها از خصوصیات خیلی متداول و شناخته شده برای شما عزیزان هست. مشخصات اپیدمیولوژیک این بیماری رو همونطور که سزار دارید، عدد پایه تولید مثل این بیماری R0 یا احتمال ابتلا در هر، یعنی افراد جدید مبتلا شده در واقع، که در محدوده 2.5 تا 3.5 تعیین شده به ازای هر نفر که آلوده میشه به 2.5 تا 3.5 در ایران در واقع میدونه فرد رو آلوده بکنه، متوسط مرگ و میر از 0.7 تا 4 تعیین شده که حالا بستگی داره به وضعیت نظام سلامت کشورها و متوسط در ایران روی 3.2 تا 3.4 و میانگین 10% کارکنان مرکز بهداشتی درمانی مبتلا به این بیماری شدن. اونایی که به خصوص درمان بیماران کرونایی رو بر عهده دارن، که این آمار در خیلی جاها بیشتر از این هست، این آماری است که سازمان جهانی بهداشت داده، ولی خب اگر دقیق‌تر یه خورده مطالعه بکنیم، یه خورده اطراف خودمون رو هم نگاه بکنیم، می‌بینیم که این آمار خیلی بیشتر هست. عزیزان، از مکانیزم‌های انتقال ویروس کرونا، انتقال مستقیم داریم و غیر مستقیم. در روش مستقیم استظهار دارید که یعنی یک فردی دقیقاً در تماس با یک فرد آلوده قرار بگیرید، مثل که یکی از عزیزان که حالا پرستار بهیار پزشکی میره برای بالین یک بیماری که کووید 19 است، خب اگر از تجهیزات حفاظت فردی کافی استفاده کنه مستقیم در معرض قرار بگیره، تو فاصله کمتری یک از یک متر در معرض سرفه عدسه و صحبت کردنش قرار بگیره و ممکنه که آلوده بشه خیلی به راحتی. تو انتقال غیر مستقیم یعنی که ما از طریق آلوده کردن اشیا، مثلا تخت بیمار آلوده میشه، افراد میان در تماس با تخت بیمار در واقع منجر به آلودگیشون میشه، میگن در واقع indirect contact، تماس غیر مستقیم. اغلب هم این تماس غیر مستقیم به واسطه تماس افراد سالم با سطوح آلوده در محیط بیمارستانه. یعنی دقت بفرمایید، اکثر در واقع انتقال غیر مستقیم در مراکز درمانی به خصوص مربوط به تماس با سطوح آلوده است و میتونه منجر به آلودگی بشه. مشاهده میفرمایید توی روش مستقیم و غیر مستقیم رو در این تصویر. خب وقتی که یک فردی عدسه میکنه، سرفه میکنه، یه سری قطراتی رو، دراپلت هایی رو آزاد میکنه که این دراپلت ها تا خدمتتون عرض کنم که 100 میکرومتر قطرشون هست، ولی وقتی که اگه دقت بکنید بعد از مدتی بلافاصله تبخیر میشن و میرسن به ذرات قطرات خوش شده یا آرسول هایی که هسته قطرات میشناسیم و قطر 5 میکرومتر که اگر حاوی ویروس باشه تو هوا، ماندگاری اینها چون قطرشون کمتره بیشتر هست و میتونه شرایط انتقال فراهم بکنه. ببینید عزیزان، وقتی یک فردی عدسه یا سرفه میکنه و اون تجهیزات حفاظت فردی رو نداشته باشه، دراپلت های سنگین تر فاصله کمتر از 1 متر که بالای قطر 100 میکرومتر دارن سقوط میکنن و اون ذراتی که هسته قطرات هستند میتونن تا فاصله 3 تا 9 متر بسته به اینکه شما در معرض جایی که عدسه یا سرفه کردی این در معرض جریان بادی باشه یا نباشه، این دراپلت های کوچک که 5 میکرومتر و کمتر هستند، ها این 5 میکرومتر ها، اینها دیگه میتونن کم کم ایربورن باشن، از طریق هوا انتقال پیدا بکنن و فردی که در مقابل هست، در معرض هست و امکانات لازم حفاظت فردی نداره آلوده بشه. خب این تا اینجا داشته باشید عزیزان. خدا توفیق داد الحمدلله 4 پروژه تحقیقاتی رو تو بحث کرونا کاربردی دقیقا توی خود بیمارستان بقیت الله الحمدلله ما انجام دادیم. من میخوام
همزمان که با نتایج این طرحهای تحقیقاتی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم، توضیحات لازم هم که بحث بهداشتیمون هست در محیط مرکز درمانی رو همزمان خدمتون بگم. شاید کسی این مطالب رو براتون جایی نگفته باشه یا به این صورت نشنیده باشید. امیدوارم که جدید باشه و قابل کاربرد استفاده. خب ابتدا عرض بکنم خدمتتون که انتقال مستقیم همونطور که عرض شد، یعنی عوامل بیماریزا به ویژه ویروس کرونا از فردی به فرد دیگر، یکی از روش‌های بسیار مهم قابل توجه. تو این انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هم حتی، هوا همواره به عنوان یکی از مکانیزم‌های انتقال مطرح است برای عوامل بیماریزای مختلف که قبلا برای بعضی از عوامل بیماریزا هوا بردنش رو ثابت شده. حالا سوال این بوده که بله، از ابتدا خیلی سوال بسیار مهمی بود که ما ببینیم آیا واقعا ویروس کرونا هوا برد هست یا نه، تکلیف روشن کنیم. خب آقا هوا برد بودن یعنی چی؟ ما اول اگه تعریف هوا برد رو خوب بدونیم، خب تصمیم گیری راحت تره، تحقیق هم بکنیم، نتایج تحقیق برای ما شفافتر روشن بکنیم ویروس هوا برد هست یا نه. خب طبق اسلایدی که مشاهده می‌فرمایید، عامل بیماریزا وقتی هوا برد است که تمامی خصوصیات رو داشته باشه، هسته های قطرات در هوا معلق بمانند، همون هسته هایی که گفتیم 5 میکرومتر و کمتر بود دارن، بیماریزا باشند، یعنی عامل بیماریزا عفونی یا این ویروس ما تو اون قطرات باشه، حتما همراهش باشه، ماندگاری اون در هوا طولانی باشه، این خیلی مهمه، یعنی زمان ماندگاریش، یعنی بتونه 9 متر 10 متر 20 متر تو فضا تو هوا طبق جریانایی که از جا به جا بشه و سقوط نکنه. و از همه مهمتر، وقتی که این آئروسول ها بتونن در یک مسیر طولانی مثل از یک اتاق بیمار به اتاق دیگه منتقل بشن از طریق هوای اتاق ها یا مکانیزم تهویه اتاق ها یه جای به جای دیگه برن، اون وقت میگن هوا برد. پس عزیزان فرق میکنه این که من یه عطسه بزنم که مقابل من وایساده باشه آلوده بشه، بعد این نمیتونیم بگیم هوا برد که از طریق هوا منتقل شد، به حال خود فاصله بسیار کم بوده، باید مسیر طولانی باشه، این عامل ویروس ماندگاری طولانی تو هوا داشته باشه. در این شرایط این تعریف هوا برد همیشه یادتون باشه، در ادامه بحثم باش باز برمیگردیم. خب پس ناشناخته بودن مکانیزم های اصلی انتقال ویروس کرونا و نگرانی های ناشی از احتمال انتقال از طریق هوا به خصوص داخل بیمارستان ها و مراکز بهداشت درمانی و احتمال آلودگی کارکنان سبب شد که ما این تحقیق رو طراحی بکنیم و اجرا بکنیم، ببینیم تکلیفمون چیه رو محیط بیمارستان، واقعا آیا این هوا برده؟ اگه هوا برد باشه کار خیلی سخت میشه و پیگیری در واقع خدماتی که میخوام به بیمار بدیم و سامانه های تأسیساتی که در بیمارستان داریم در انجام وظیفه‌شون نحوه عمل کردشون. عزیزان کارکنان بیمارستان ها در معرض خطر آلودگی به ویروس کرونا هستند. چرا؟ چون با موارد مکرر و متعدد از این بیماران و افراد مشکوک مواجه هستند، زمان طولانی مواجهه دارند، تراکم بیمار مراجعه کنندگان بالاست، سامانه تهویه نامناسب هوا به دلیل معماری خاص بیمارستان ها رو ما داریم، چون بخشای ما که همه برای بیماری بخش عفونی طراحی نشدن که، تأثیر شرایط محیطی به خصوص دما و رطوبت هوا رو هم داریم، عدم تأمین یا عدم استفاده صحیح از لوازم حفاظت فردی هم هست. خب این نکات باعث شده که بحث انتقال ویروس کرونا به کارکنان بیمارستان مرکز بهداشت درمانی از اهمیت خاصی برخوردار باشه. به همین خاطر این طرح هوا رو هم با هدف بررسی انتقال احتمال حضور ویروس کرونا در هوای بخش‌ها و مقایسه وضعیت بخش‌ها با یکدیگه اومدیم طراحی کردیم. الحمدلله خب خود من مجریش بودم، همراهی که آقای دکتر غنی‌زاده از همکارامون بودن و باز از دانشجوهامون که ارشد بود از کمیته تحقیقات دانشجویی، با کمکشون کار نمونه برداری یا تجهیزاتمون رو آماده کردیم، ستاپ آزمایشگاهی دستگاه‌ها و روش‌های نمونه برداری که با کمک ایمپینجر مخصوص هست برای نمونه برداری انجام شد. این ایمپینجرها و دستگاه‌های پمپ‌های نمونه برداریمون که دو نوع پمپ بود، با پمپ ظرفیت 5 لیتر در دقیقه و 20 لیتر در دقیقه و 60 در دقیقه، اینها اومدن ستاپ شدن، کالیبره شدن، تمام مراحل کالیبراسیون تجهیزاتمون
در آزمایشگاه قبل انجام شد، بعد از کالیبراسیونی که انجام شد بخش هایی که تحت نظر معاونت محترم درمان بیمارستان ابلاغ شد بود به ما که اینها برای ما حائز اهمیت هست و بستری بیماران کرونایی داریم، اومدیم در اون بخش ها اقدام به نمونه برداری کردیم. به همونطور که مشاهده میفرمایید بخش های بستری 4 بی 10 دی، اینجا 10 دی ببخشید اگر یکیش افتاده، ICU 3، ICU 2، اورژانس هستی، MBC، CT اسکن، رکشنکونه، اینا از جمله مراکزی بود که ما در قالب 31 نمونه برداری در مدت یک هفته به طور مداوم از بخش های مختلف بیمارستان انجام دادیم و نمونه ها به آزمایشگاه ویروس شناسی منتقل شد برای انجام در واقع آزمایش به روش RT-PCR. در واقع این نمونه برداری هست که در بخش های مختلف ببینید انگام نزدیک فاصله حد اکثر 1 متری بیمار در حال هوش بیمار جایی که تنفس میکنه سرفه میکنه، هست الان بیمار اینجا مشاهده میکنه اصلا ماسک نداره داره نهارش میخوره، ولی داریم در این حال هم نمونه برداری در فضا داره چیه انجام میشه. یا اینجا مشاهده میفرمایید که البته این تصاویر بیمارا اگر گذشته شد برای شما خودشون اجازه گرفتیم گفتن هیچ ایرادی نداره، شما اینجا که مشاهده میفرمایید باز در فاصله بسیار کم از بیمار در این فضای مشترکی که هر دوشون ممکنه که در واقع اساس سرفه چیزی داشته باشن از اون هوا تنفس میکنن، بخش ICU هم همینطور، ICU 2، ICU 3 نمونه برداری به مدت طولانی. عملیات نمونه برداری رو جالب عزیزان در ایستگاه های ثابت و سیار طراحی کردیم، یعنی ثابتمون تو راهروهامون توی اتاقامون بیمار ICU اورژانس دستگاه نمونه برداری رو ثابت گذاشتیم نمونه برداری کرد، یک سری هم متحرک، یعنی به صورت اینکه همینطور که میبینید این ترالی که در ازاد تجهیزات روش مستقر هست در همراه پزشک پرستار تو ICU همینطور به مدت 2 دور 3 دور 4 دور همه جای ICU ما چرخوندیم که بالاخره اگر شده یه دونه ویروس هم ما به دام بندازیم تو این 31 نمونه برداری با 16500 که برداشتیم خیلی عالی خواهد بود. همطور که مشاهده می‌فرمایید این بخشامونن مدت نمونه برداری، حجم هوای نمونه برداری شده و نتایج آزمایشگاه ویروس شناسی که به ما گزارش شد بدون استثنا تمام نمونه هایی که برداشت شده از هوا برای اینکه ببینیم آیا ویروس کرونا در هوا حضور داره یا نداره بدون استثنا همه منفی بود، یعنی 16500 لیتر هوا ما از بخش های کرونایی توی پیک حضور بیماران کرونایی برداشت کردیم، حتی یک نمونه مثبت شناسایی نشد. پس علارغم اینکه بیمارستان بقیت الله در زمان مطالعه در حد اکثر ظرفیت پذیرش و بستری بیماران کرونایی بود، نتیجه تمام نمونه هایی که از هوا برداشت کردیم منفی بود. خب عدم حضور ویروس کرونا در نمونه های جمع‌آوری شده از هوا نشان داد طبق نتایج این تحقیق ویروس کرونا حتی در فضاهای بسته داخل بخش‌های بیمارستانی هوابرد نیست، طبق تعریفی که خدمتتون گفتیم هوابرد نیست. اینو دقت بکنید، من چند مطالعه‌ای که تو ایران انجام شده بود رو جالب خدمتتون بگم. به طور کلی در کل ایران در رابطه با بحث انتقال ویروس کرونا از طریق هوا 3 مطالعه انجام شد. اولیش آقای فریدی و همکاران و آقای دکتر ندافی در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران انجام دادن، قبل از ما بود، یعنی ما همزمان شروع کردیم ولی اونا زودتر کار نمونه برداریشون رو تموم کردن و تقریبا 10 نمونه خیلی سبک و ساده‌ای رو برداشت کردن از ICU بیمارستان امام خمینی و اونها هم گزارش کردن بدون استثنا تمام نمونه هاشون منفی بوده. بلافاصله در عرض، چون اولین مقاله بودن تو این بحث خودشون، در عرض 48 ساعت مقاله‌ای که ارسال کردن اکسپت گرفتن اون زمان و مقاله رو به یک مجله با آیف 4 و 5 چاپ کردن. خب ما هم الحمدلله دومین تحقیقی بود که انجام شد رو هوا ما بودیم،
و این رو هم باز ما نتایجمون همه منفی شد. ما مقالهش رو تو یک مجله خوبی باز اونم ما هم چاپ کردیم الحمدلله، هر دو مقاله اینا دو تا تر مقالاتش چاپ شد. اما آقای کنارکویی، خانم کنارکویی و همکارانشون هم توی یک ایلام، بیانسان ایلام، یک مطالعه رو انجام دادن. دو تا نمونه بخش ICU از 14 نمونه‌ای که برداشتن، یعنی کلن توی ایلام 14 نمونه برداشتن، ما تو بخشمون 31 نمونه برداشتیم در قالب ایستگاهی ثابت و سیار. اونا تو 14 نمونه برداشت شده، در واقع دو نمونه رو گزارش کردن که مثبت بوده. اما دقت بکن عزیزان، دو نمونه مثبت بوده، ولی این دو نمونه هم مثبت یعنی چیز شاخصی برای تعیین که هوا برد هست یا نیست نمیتونه باشه. یعنی شرایط نمونه برداری خیلی مهمه، بعد خطای دستگاه مهمه، ولی به هر صورت با دو تا نمونه هیچ وقت نمیتونیم بگیم هوا برد بوده. این سومین مطالعه بود. مطالعات دیگری که تو دست دنیا انجام شد در 2020، اومدن آقای دومینگا و همکارانشون گفتن که ارتباطی بین ذرات معلق هوا که بار آلودگی هوا هست، PM10 ها و PM2.5 در واقع، با بیماری های تنفسی وجود داره و این فرضیه رو تقویت میکنه که ممکنه با افزایش این ذرات معلق در واقع در هوا، با افزایش این بار ذرات معلق در هوا، شرایط برای انتقال ویروس کرونا فراهم‌تره. بله، چون ویروس به تنهایی که تو هوا وجود نداره، همونطور که گفتیم تو دراپلت هایی کمتر از قطر 5 میکرومتره، یعنی یه جایی باید ثابت بشه، یه جایی بمونه، بعدن حیاتش منوط به این که روی میزبان زنده ویروس بتونه باشه که زنده بمونه. اگر همون ذرات هم تو هوا زیاد بمونن، این ویروس دیگه نمیتونه به اون صورت زنده باشه. خب بعد آقای مراسکا و همکارانش هم در آوریل 2020 مطالعه خودشون رو در خصوص انتقال ویروس کرونا طریق هوا انجام دادن. گزارش کردن که انتقال از طریق هوا در داخل اماکن و محیط‌های بسته، درسته که تو مطالعات مختلف انجام شده نشون داده که قابل انتقال نیست. حتی یه مقاله مروری بلافاصله عیزان کار کردن که آیا واقعا ویروس کرونا هوا برده یا نه. تو مقاله مروری هم تاکید کردن بله، هنوز ثابت نشده که ویروس کرونا هوا برده، ولی ما نمیتونیم اینو منظور نکنیم. یعنی که ما باید احتیاطات لازم را تو مراکز درمانی که بیمار کرونایی بستری داریم حتما مورد توجه جدی قرار بدیم و اون احتیاطات لوازم رو، استفاده از لوازم حفاظت فردی رو، برای اینکه ما تو فواصل کمتر از 1 متر با بیمار قرار میگیریم، فواصل کم، تعداد تراکم بیمار بالا، رفت آمد کارکنان، بهیار، پرستار، همه با هم در یه جا کنار هم، و چه بسا که حتی یکی از کارکنان جایی بهداشت رعایت نکرده آلوده شده و ممکنه که ما رو آلوده کنه. این احتیاطات تو مراکز درمانی، بهداشت درمانی به خصوص ضرورت داره، ولی این دلیل بر اینکه ناقل هست و هوا برده، این ببخشید ویروس هوا برده نمیشه. یادتون باشه عزیزان، خب وقتی که یه عدسه میزنید، گفتم خدمتتون تو فاصله کمتر از 1 متر دراپلت ها رو ببینید، درسته اینا سریع هم بالای 100 میکرومتر هستن، میان رو سطح زمین رسوب میکنن، ولی اونهایی که تبخیر صورت میگیره ازشون به حصه های قطرات هستن، آیرسول ها هستن یا بیو آیرسول ها هستن، اگه شما در فاصله کم قرار بگیرید تا 2 متر، میتونه به راحتی شما رو اگر تجهیزات حفاظت فردی نشه آلوده بکنه. پس ما میگیم فاصله فیزیکی حداقل 2 متر، 1 متر برای سقوط ذرات دراپلت هایی که سنگین ترن باز اتفاق میفته، و اون فاصله 2 متر هم تازه ما با لوازم حفاظت فردیمون رو ماسک حتما استفاده بکنیم. خب توی محیط های بسته، فضاهای منازل، عزیزان انتقال ویروس وابسته به رفتار بیمار، رفتار افرادیه که در داخل اون فضا هستن. رفتارشون چیه؟ آیا عدسه و سرفه میکنن؟ کنترل میکنن؟ آیا ماسک مناسب دارن؟ آیا این رو بالاخره اگر بنا باشه که فرد همینطور رها بکنه حد زرو، ما تو فضاهای بسته حتی کولر رو ممکنه روشن باشه تو فصول هوای گرم توی بیمارستان ها، و این به هر صورت یک مسیر تا 9 متر میتونه این ویروس منتقل بکنه، به احتمال پخش قطرات ریز حامل عامل ویروس اگر طرف ناقل باشه یا آلوده باشه هست. پس عزیزان یادتون باشه ما در فضاهای بسته
انتقال اگر اتفاقات بیفته بسته به رفتار ما داره. تو یک عدسه یا خندیدن یا صحبت کردن، ببینید تعداد دراپلت هایی که در فضا آزاد میشه چقدر متفاوته. 40,000، 3,000 و 600، این تعداد دراپلت هایی است که تفاوت میکنه. تو این حرکت ها میتونه رفتارها از افراد منتقل بشه. ما تو محیط های فضای بسته ممکنه حتی تو منازلمون افراد داشته باشیم، بیمارانی که مشکوک به کرونان یا ناقلن و در مرحله گذراندن دوره نقاهتن یا بعد از درمان از بیمارستان مرخص شده و باید دوره نقاهتش رو بگذرونه دو هفته رو. خب ما اونجا باید مراقبت های لازم رو داشته باشیم، مراقبت های بهداشتی رو. به خصوص بحث برای بحث هوا اشاره میکنن که تهویه خب طبیعی بسیار موثره، توصیه میشه به تهویه طبیعی ماجرا رو بتونیم اگه زمستون نباشه باز بگذاریم هوای داخل منزل رو هم عوض بکنیم. حتی اگر زمستان هست هوای بیرون آلوده تر از هوای داخل نباشه و هوا خوبی باشه، ما اجازه بدیم تو بعضی از فرصت ها و زمان ها در طول روز هوای داخل منزل چی بشه؟ در واقع تهویه بشه. خب این یه نکته ای که خدمتون عرض شد. پس ما هوای داخل منزل رو پنجره بذاریم تعویض کنیم. اگر جایی بتونه تهویه فشار منفی ایجاد بکنه، یعنی هوا را بمکه و بده توی فیلتر مخصوص و اونجا حس بکنه زر فیلترهایی که با بتونه دراپلت ها یا بیارسول هایی با قطر کمتر از 5 میکرومتر رو، ما فیلترهایی داریم تا 45 صدم میکرومتر در واقع منافذشون پروزیتشونه و میتونن این بیارسول ها رو اونجا حسشون بکنن و گنزدایی هم اونجا انجام بشه با کمک اشعه یووی یا روش های مناسبی که هست. و داخل فضایی بسته پس عزیزان یادتون باشه الان اینجا پورتال کلینر گذاشتن برای دست در واقع مثلا هوا، ممکن این دستگاهی باشه که ببینید شرکت ها الان دارن میفروشن، بعضیا خیلی حساس باشن، بیمار مثلا داشته باشن، افراد خانواده آلوده شده باشن یا یه بیماری بعد از ترخیص از بیمارستان میخوان نگهداری کنن، دوست داشته باشن وضع مالیشون خوب باشه، این دستگاه رو بخرن بگذارن، کمک میکنه که هوا رو چیکار کنه، گنزدایی رو تمیز بکنه و به داخل پخش بکنه. به طور کل روش هایی که متداوله تا ما انتقال آلودگی رو در محیط های داخل فضاهای بسته کنترل بکنیم عزیزان در این نمودار میبینید، در این هرم elimination to physical remove the pathogen، عزیزان حذف عوامل پاتوژن و بیماریزا چه باکتریایی چه ویروسی، مهمترین اولویت کاری ماست در محیط و مراکز بهداشت درمانی ببیجه. به چه صورت؟ خیلی راحت با استفاده از امکانات کافی، دستمال های مخصوص که آغشته به اسپری الکل هست و اینا مواد گنزدا هست و با دستکش وسایل مناسب و وضعیت فردی مناسب و کارگری که آموزش دیده بیاد روی سطوح را گنزدایی بکنه و ما مطمئن بشیم این گنزدایی به خوبی انجام بشه. این که کار خیلی خوب و مؤثرترین مکانیزم. دومی انجینیرینگ کنترل های مهندسی هست که بین مردم و عوامل بیماریزا فاصله بندازه. خب ما یه کار کنیم که کاهش تماس بدیم، تردد کنار بیماری کم کنیم، در حد ضرورت باشه، در حد خدمات ضروری بیمار باشه، شلوغ نکنیم، بتونیم اصلا این اتاقشون رو جدا بکنیم، حتی بتونیم به هر صورت یک طوری باشه که کم فاصله شون از همدیگه بیشتر باشه، هر چی این فاصله ها بیشتر اتفاق بیفته، جدا سازی ها بیشتر باشه، خب احتمال انتقال هم کمتره. دیدید بعضی اتاق خصوصی میگیرن، خب اتاق خصوصی طرف خودش و امراش اینها جهت بحث آلودگی دیگران والدجان خودشون و دیگران مطمئن ترم. ادمینستریتیف کنترل ها، ما باید به تمام کارکنانمون، به تمام نیروهامون آموزش بدیم. کار آموزش بسیار موثره. چرا امروز من شما کنار دور هم جمع شدیم الان داریم مباحث آموزشی رو مرور میکنیم؟ خب این بسیار موثره، اثر بخش حتما عزیزان. نکات بالاخره یکی دو تا نکته جدید یاد میگیریم، تکرار میشه برامون، توی عمل تو محیط کار توجه بیشتری میکنیم، دستورالعمل‌های خوبی تهیه بشه، در اختیار گذاشته بشه، اینها بسیار مؤثر هستن که ما بتونیم انشالله بهتر کنترل بکنیم قابل بیماری‌زا رو. پرسونال پروتکتیو اکویپمنت هم که بله دیگه، ببینید عزیزان استفاده از لوازم حفاظت فردی، ماسک، دستکش، حالا گان، همه چهارمین اولویته. دقت بکنید این چهارمین اولویته. فکر نکنید که اگر شما ماسک و دستکش و لباس و گانتون تموم شد دیگه مشکل حل تمومه. نخه، شما دستورالعمل‌های بهداشتی هست باید رعایت کنید، بعد جا کاهش تماس با فیزیکی رو باید رعایت کنید،
بعض جاها باید اصلا گنزدایی سطوح به نحو مناسب و دقیق انجام بشه. از بیشترین اهمیت به کمترین اگه بخوایم ترتیب اینها رو بچینیم، ببینید تجهیزات حفاظت فردی جایگاه چهارم رو به خودشون اختصاص میدن. خب من این بخش رو با دو تا پیام کلیدی جمع میکنم این بحث رو. گرچه تمام مسیرهای انتقال این ویروس هنوز به خوبی شناخته نشده است، اما تا به حال هیچ مقاله و مستند علمی مبنی بر انتقال هوابرد ویروس کرونا منتشر نشده است. علارغم این نتایج، در بیمارستان ها باید روش ها و فعالیت های منجر به تولید بیارسول ها محدود بشه تا سلامت کارکنان با اطمینان بیشتری حفظ بشه. آقا میای بلحفه جا کنی ملافه رو نمیتونی بهتی کنی اونجا کنار بیمار، با سرعت و با سریع و خیلی آروم با تومنینه که گرد و خاکی نشه، گرد و غباری نشه، این حرکت زیادی نباشه و آروم بتونید تخت و ملحفه رو جمع کنید، جابجا کنید که منجر به انتقال آلودگی و پخشش تو هوا نشه. یه نکته، علارغم هوا برد نبودن این ویروس، توجه به نکات ذیل جهت کاهش غلظت بیوارسول ها در هوایی و بیمارستان ها و اطمینان از عدم انتقال ویروس کرونا طریق هوا زیاد آید اهمیته. چیکار کنیم؟ اصلاح و ارتقاء وضعیت تهویه، به خصوص تهویه طبیعی اگر بتونیم، کاهش تعداد افراد حاضر در یک فضا، یه اتاق کرونایی نذاریم مثلا 5 تا 6 تا 7 تا یه بیمار کرونایی سرپا ها که راه میره سرفه میکنه عطسه میکنه، نگاه نکنه یه بخش آی سی یو که 10 تا 12 تا بیمار آی سی یو داره که همه زیر دستگاه ونتیلاتورن، اون که دیگه اصلا هیچ خطری نداره، انتشاری نداره. شستن دست ها و رعایت فاصله فیزیکی 2 متر، که فاصله فیزیکی رعایت بشه، استفاده صحیح از لوازم حفاظت فردی مناسب به خصوص ماسک. پس ببینید ما همزمان تمام این نکات رو رعایت میکنیم انشالله تا بتونیم اطمینان حاصل کنیم که سلامت میمونیم و سلامت خودمون، خانوادهمون، همکارامون رو حفظ میکنیم بدون اینکه شرایط انتقال ویروس رو فراهم بکنیم. همزمان پس همه این نکات مورد توجه باشه. اینجا یاد میکنیم از تمام همکاران عزیزمون در سراسر کشور که در این مسیر جز شهدای مدافع سلامت محسوب شدن. خداوند همه عزیزان رو غریق رحمت واسعه خودش بگردونه. با ذکر صلواتی روی همه عزیزان، به ویژه شهدامون، امام شهدا، شهید فخرزاده و شهید سلیمانی رو شاد بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دومی تری که بیمارستان انجام دادیم، عزیزان من یه خورده فرصت کمه سریعتر میگم. خب اومدیم روی سطوح کار کردیم تو بیمارستان، ببینیم کدوم بخشا، کدوم قسمت های سطوحمون آلوده است، حالا که بهترین مکانیزم مقابله با کرونا تو مرکز درمانی گنزدایی سطوح و نظافت سطوح و elimination of pathogen from surface هست، کجاست؟ ما چیکار باید بکنیم؟ کجاها آلوده هستن؟ خب اومدیم طراحی کردیم بخش آی سی یو 10D 5D 9D 8D سی تی اسکن، از اینا 21 نمونه آی سی یو مون ببینید، 10 نمونه توی بخش 10D مون، 12 جمعاً 73 نمونه ما برداشت کردیم و نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شد، آزمایشات انجام شد. ببینید دقیقاً از کجاها نمونه برداری شده، دقیق ثبت شده. تو اتاق بیماره یا سشن پرستاری هست، جنس اینها چی هست معمولاً، و چند دقیقه قبل یا چند ساعت قبل اون سطوح گنزدایی شده، دقیقاً پرسیده شده تو محیط بیمارستان که کی این گنزدایی انجام شده، اینها ثبت شده و نمونه هایی که برداشت شد در قالب 73 نمونه و این نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شد. بعد از اینکه نتایج آماده شد مشاهده می‌فرمایید ما توی آی سی یو سمون 29% نمونه هامون، یعنی 6 تا پوزیتیو داشتیم و 15 تا نگاتیو منفی داشتیم، 71. تو 10 دیمون 2 تا پوزیتیو داشتیم، توی 9 دیمون 3 تا، توی 8 دیمون 9 تا پوزیتیو داشتیم، بقیه نمونه هامون در واقع همونطور که مشاهده می‌کنید منفی هست و به طور کل 21% نمونه هایی که برداشتیم، 21 نمونه‌مون مثبت بوده که میشه 29% و 52 نمونه‌مون منفی بوده سطوح. عزیزان 52 نمونه‌مون منفی بوده سطوح و با آلودگی نداشته. خب
این نشون میده که حالا اون قسمت های که آلودگی نداشته گندزدایی بهتر انجام شده. اما تو اومدیم تفکیک کردیم بین استیشن پرستاری و اتاق بیمارانمون، تقریبا میبینید آی سی یو تو استیشن پرستاری مون هم ست مثبت داریم، توی پرستاری مون هم ست مثبت، اتاق هم قسمتی که بیمار بستری هم ست تا، تو دهدی مون توی اتاق بیمارامون ببینید آلودگی نداشتیم. ما معمولا اتاقهایی رو نمونه برداری میکردیم که مخصوص سوال میکردیم سوپروایزر بخش که ما ببینیم اون اتاق مثلا بیمار کرونایی سختری داره، سرفه و عدسه اون بیمار تو اون بخش تو اون اتاق بیشتر هست، مخصوص میرفتیم اونجا نمونه برداری ببینیم وضعیت آلودگی چطور هست. خب پیشن روم اینجا باز ببینید 8 مثبت داشت، منفی داشته یه دونه مثبت توی بخش پنجدی، و در نهایت ما دیدیم که توی اتاق بیمارانمون 32.5% نمونه هامون مثبت بوده و 67.5% خدمتتون عرض کنم که منفی، در حالی که تو استیشن پرستاریامون 21% مثبت بود و 79% منفی. یعنی تعداد نمونه های استیشن پرستاریمون مثبتش کمتر بود در حالی که بوده. حالا دقت کردید تو این قسمت ها ما کجاها رو نمونه برداری کردیم؟ اگر تو این دقت بکنید توی استیشن پرستاری ها ببینید سطح میز افقی اداری پرستاری، سطح افقی استیشن پرستاری، دسته صندلی استیشنش، حتی گوشی تلفن ثابت و سیارش، حتی موبایلاشون، حتی کلیدهای دستگاه مانیتورینگ بیمار خدمتتون از تو اتاق بیمار بوده. توی استیشن پرستاری مثلا دستگیره یخچال دارو، دستگیره کشوی دارو، میز تلفنش، موسش، کامپیوترش، در واقع صفحه کلید کامپیوترش، اینها نمونه برداری شده. و ما پوزیتیو هامون رو نگاه بکنید عزیزان، دقیقاً من خدمتتون عرض بکنم جاهای آلوده بود نمونه هامون مثبت بود که یک های کانتکت بودن، یعنی چه تو استیشن پرستاریمون چه تو اتاق بیمارمون تماس با اون نقاط خیلی زیاد بود. بعد مثل مثلا تو اتاق بیمار کیبورد ونتیلاتور مثلا شما نگاه کنید تماس داره دیگه، یا کیبورد مانیتور تلویزیون، کلید برق اتاقش، یا روی تختش، لبه تختش، یا دستگیری دستشویی سرویس بهداشتیش، یا اون خدمت کنم لبه میز غذاش، جاهایی که تماس از های کانتکت تماس بیشتر. پس ما تو گندزدایی باید دقت بکنیم، اون کارکنان ما باید آموزش ببینن به یارای ما جاهایی رو گندزدایی بکنه که های کانتکت هست. وگرنه مثلا شما بیاید روز کف زمین، خیلی اهمیت گند نمیگه اهمیت نداره، روزی یه بار دو بار حتی کف زمینم خوبه لازمه، ولی اون جاهایی که های کانتکت و هر لحظه ممکنه با این تماس بیمار آلوده بشه و آلودگی انتقال بده کنه های زمینیته. تو استیشن پرستاریمون هم پس کیبورد موسمون، گوشی تلفنمون، کیبورد کامپیوترمون، دستگیره یخچالمون، روی گان حتی پرسنل ما نمونه مثبت داشتیم. خدمتتون عرض کنم که دستگیره یخچال اونجا روی استیشن پرستاری ایسکا پرستاری و نمونه های مثبت داشتیم و نمونه ها رو پس دیدید اینجا به ترتیب. ولی نکته ای که من تو این اسلاید میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما یه چیز داریم به نام سیک تور شولد. توی بحث آزمایش ویروس شناسی موقعی که میخوایم ویروس رو شناسایی کنن سیک تور شولد داریم، یعنی برای اینکه ویروس بار ویروسی رو شناسایی بکنه دستگاه آر تی پی سی آر چند دور باید سیک چک بکنه این دستگاه سانتریفوژش تا اینکه اینو شناسایی بکنه. اگر بین 1 تا 10 تا 12 13 14 سیک بتونه ویروس لود ویروسی شناسایی کنه، یعنی زود شناسایی کرده، یعنی لود ویروسمون بالاست، یعنی ویروس فعاله و میتونه منتقل بشه. در حالی که اگر این سی تی یا سیک ترشولد بیاد روی 30-35-33 به بالا، این ویروس دیگه ویروس، یعنی لودش پایینه و خطر خیلی جدی نداره. گرچه نمیتونیم 100% بگیم انتقال ویروس کرونا تو این انجام نمیشه، ولی لود ویروس خیلی کمه، فقط ژنش هست که شناسایی میشه. ببینید ما سی تی هامون همه 33 به بالا، 36-37-31-36-33، این نشون میده که سطوح ما گرچه این نمونه هامون هم مثبت بودن، ولی این نمونه هایی هستن که اینا ژن تنها مردش هست، یعنی زنده. اینا رو اگه کش بدیم، ما دو روش شناسایی ویروس داریم، یکی کشت ویروسه، یکی آر تی پی سی آره. تو آر تی پی سی آر اینو نشون میده، ولی تو کشت اگه بریم زنده نیست، رشد نمیکنه، اونجا ما دیگه نداریم اینا رو. و
پس این سیتی خیلی خوبه که نشون میده به حمدالله ما با سیتی های پایین توی نمونه های مثبتمون نداشتیم و خطر انتقال به حمدالله خیلی کمه، یعنی اقدامات کنترلی و گنزدایی خیلی خوب انجام شده تو اون زمان، و اگرم ویروسی هست ویروس کشته شده هست و که خطر انتقالش بسیار کمه. عزیزان مطالعه شده، ما مقالات مختلفه بررسی کردیم، ویروس کرونا رو کاغذ حد اکثر 8 ساعت، رو مقوا کارتون 8 تا 24 ساعت، پلاستیک 3 تا 1 تا 3 روز، لاستیک 5 روز، روی نیکل 1 تا 2 شیشه 4 تا 5 و پی وی سی 5 روز، استریلایزیشن 1 تا 5 روز میتونه زنده بمونه. این خیلی خوبه. البته تو بحث مدیریت پسماندهای شهری و مثل منازل و پادگان‌ها و مراکز که ما اقلام بازیافت می‌کنیم، تفکیک از مبدأ می‌کنیم، خب خیلی عالیه. باید این کار انجام بشه. تو در کرونا ما تو در جامعیت پسماند صد کشور تفکیک از مبدأ انجام میدیم، بازیافت و فروش اقلام بازیافت هیچ تغییری گفتیم ندن. مگر مراکز بهداشت درمانی دستور عمل خاص براش نوشتیم. توی همون کتابی بهداشت محیط و کووید 19 اومده. به همین خاطر ما می‌بینیم موقعی که اقلام بازیافت میشن یه مدتی میمونن تا برن برای فروش، تو مدت هیچ اثری از بحث ویروس کرونا باقی نمیمونه. انتقال ویروس کرونا طریق پسماندهای شهری هم هیچ کجا گزارش نشده، مگر اینکه کسی خب بیمار کرونایی داشته باشه که باید زباله جداگانه مدیریت بشه. یه مطالعه تو ووهان چین انجام شد با 626 نمونه. عزیزان 626 نمونه آی سی یو 69 نمونه، 22 نمونه یعنی 31% تو آی سی یو مثبت بوده. توی بخش‌های دیگه‌شون هم همینطور، بخش اورژانسشون، بخش آزمایشگاهشون، اینها هم ببینید نمونه برداری‌های گسترده‌ای رو انجام دادن و به طور کل چیزی حدود از این 626 نمونه 13.6% نمونه‌هاشون مثبت بوده. البته اینا یک سیکتروشولداشون رو توی این مقاله‌شون گزارش نکردن. ما ببینیم توی مطالعه دیگه 431 نمونه برداشت شده، 431 60 مثبت بوده، یعنی 13.9%. اما نکته ای که حائز اهمیته عزیزان، تو این مطالعاتم گزارش شده که من مطالعه بررسی آلرژی سطور رو تو ایران هیچ کسی دیگه ندیدم انجام بده به جز خودمون، ولی تو مطالعات خارج تو این دو تا مطالعه که تو ووهان چین انجام شده دیدم تو این 431 نمونه و اون 600 خورده نمونه که اسلاید قبل بود، اکثر نمونه های مثبت مال سطور های کانتکت مونه، یعنی سطور با تماس بالا، جایی که کیبورد اثر انگشته، مثل جای کیبورد آسانسور، کیبورد تلفن ثابت، کیبورد تلفن همراه، کیبورد ونتیلاتور، کیبورد نمیدونم دستگاه‌هایی که تجهیزات پزشکی که ما در اتاق‌ها و مراکز آی سی یو اینها استفاده می‌کنیم، بیشتر آلودگی جایی بوده که ما بیشترین تماس داشتیم. یه مطالعه دیگه اینجا نگاه کنید، تو این مطالعه سیکتور شورلشون رو ارائه کرده عزیزان، برای نمونه‌های مثبتش اومده سیکتور شورل الهی کرده. نکته جالبش این بود که تو تمام این سطوحی هم که اینا نمونه مثبت داشتن سیکتور شورل ویروس رو که بار ویروس رو نشون میده، شاخص بار ویروس هست گزارش کردن، ما تمام اینها سیکتور شوردشون بالای 36-37، یعنی ویروس مرده است، زنده نی، کش قابل کش نیست، ویروسی است که خطرش کمترین مقداره. اینا باز یک کار که تایید کننده کار ماست که نشون میده درست است. ببینید عزیزان، اگه توی شناسایی ویروس تو آزمایشگاه سیکتور شورد این ویروس ها رو بیایم دستبندی کنیم، میگه اگه بین 17 تا 24 بود سی تی، یعنی که ویروس خیلی نسبتاً خطرناکه، زنده است، قابل کشته و میتونه منتقل بشه. اما اگه سی تی بین 24 تا 31 بود، این یعنی که مودریت، وضعیت بلود ویروس در حد متوسطه. اما برای سی تی 31 به بالا و کمتر از 38 تو این رنج 31 تا 38 ما معمولا میگیم اینجا دیگه خیلی لود ویروس بالا نیست، احتمال انتقال پایینه. حتی یه مریضی داشته باشیم ما میتونیم به راحتی بگیم مریض از بیمارستان مرخص بشه و بره منزل، هیچ جای خطر و تهدیدی نیست. البته سی تی گفتیم پس لود ویروس نشون میده، اما قبل قضاوت نکنیم، رابطه بین سی تی و شدت کووید وجود نداره. بدون استثنا همه مقالات میگن بین سی تی و شدت کووید، یعنی با سی تی نمیتونید دقیقاً قضاوت کنید که این شدتش چقدره، میتونید لود ویروسش که این در چه حاله، آیا ویروس قابل کشت زنده است یا نه، فقط ژن ویروسی قضاوت بکنید. سی تی پایین‌تر میتونه بیان کننده میزان حضور ژن ویروس کرونا و بار ویروسی
در ویروسی بیشتر در فرد آلوده و در نتیجه امکان انتقال ویروس کرونا به دیگران توسط این فرد باشه، اما نشانه شدت بیماری نیست. یعنی رابطه بین سیتی و شدت کووید 19 وجود ندارد. ممکن است یک فرد با سیتی بالای 30 هم عفونی باشه، دقت بکنید، و شاید انتقال بیماری رو داشته باشه. و چرا؟ درسته میگیم سیتیش اومده بالای 30 میتونه مرخص بشه بره، اگه خوب شد رفت بره، ولی این هنوز میتونه تا 2 هفته ناقل باشه. پس این یادمون باشه. اما بعضا بیمار با سیتی بالای 33 را مصری نمیدونن و اجازه ترخیص گفتیم میدن. خب تقسیم بندی سطوح بیمارستان را ما اومدیم به 3 بخش تقسیم میکنیم. میگیم سطوح بحرانی. سطوح بحرانی اونایی که ما تماسمون باشون زیاده. خودتون هم تو محیط بیمارستان محل کارتون سطوح بحرانی را تو اونجایی که کار میکنید تعیین کنید، در تماس با اونا بیشترین احتیاط بکنید. اونا سطوحی هستند که های کانتکت اند های لول دیزینفکتن میخوان. های کانتکت اند و های لول دیزینفکشن، یعنی بالاترین سطح گنز دایره لازم داری براشون انجام بدید. مثل همون سطوحی که براتون نام بردم، سطح موز، کیبورد، تلفن، سطح میز استیشن پرستاری، لبه تخت بیمار، دستگیره حمام، سرویس دستشویی، توالت، شیر توالت که بری دستگیره داره که شیر برمی‌داره خودشو برای استفاده میشه. حالا برای چطور اینها یا جایی که تماس هست، بالاخره سطح کیبورد کنترل تلویزیون، سطح ونتیلاتور، سطح کیبورد نمیدونم دستگاه نوار قلب، هر کدوم اینا که از استتوسکوپ یا خدمتتون از کنم که فشار سنج گس استفاده میشه، اینا سوتا میتونن آلوده وای کانتاکت بشن. سوتو نیمه بحرانی یعنی که اینترمدیت لول دیزینفکشن نیاز دارن، آلودگی کمتره، لوری بی مثل کف اتاق، مثل کف دیوار اتاق بیمار. سطوح غیر بحرانی مثل سقف اتاق، غیر بحرانی هم دیگه خطری نداره که نیاز باشه شما بخواید گنزدایی و ضد عفونی بکنید، نو لول دیزینفکشن میکنه. پس اینم داشته باشید. نتیجه آنالیز اگریسیون ببینید توی مطالعه سنگینی هست، مال فکر میکنم مقاله تو نیچر بود، سی تی ولیو رو گزارش میکنه. نگاه کنید از 30 به بالا که میره اینجا قابلیت کشت ویروس تا 10% کاهش پیدا میکنه. ببینید میرسه به 10%، یعنی انقدر این ژن ویروس فقط، ولی هنوزم 10% هست، دقت کنید. یعنی با سی تی 35 هنوز 10% احتمال بالا اومدن ویروس تو کشت هست، هنوز این 10%، ولی سی تی 38 به بالا رو نگاه کنید در حد 0 میرسه. سی تی 38 39 دیگه در حد 0 هست. اینم دقت بفرمایید عزیزان. این بخش رو هم می‌خوایم ببندیم با یه دو تا پیام کلیدی. انتقال ویروس کرونا محدود به روش خاصی نیست، همزمان همه روش‌ها در انتقال موثرن، همزمان همه روش‌های پیشگیری باید رعایت بشن، از هر واکسنی بهتر رعایت بهداشت. دانشمندان سازمان جهانی بهداشت میگن که رعایت پیشگیری و بهداشت همیشه ارزان‌تره. چرا؟ میگن اگر شما امروز با 1 دلار خرج پیشگیری نکنید، در آینده نه چندان دور باید 10 دلار خرج درمان کنید، اونم اجباریه. ولی من اینجا در مورد کرونا میگم اگر امروز 1 دلار خرج اقدامات پیشگیری نکنیم، رعایت بهداشت نکنیم که بهترین واکسن و بهترین روش برای مقابله با کرونا، بعدش باید هزاران هزار برابر درد بکشیم و هزینه کنیم و سرمایه‌مون هم از دست بدیم و بعدم ممکن نتیجه داشته باشه نداشته باشه که نمونه‌هاش عزیزان زیاد دیدن. پس انشالله همه اقدامات بهداشتی رعایت میشه، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و کاهش تماس. ببینید عزیزان فاصله گذاری فیزیکی هنوز باید رعایت بشه، عادی انگاری نشه، کاهش تماس، استفاده از لوازم حفاظت فردی، شستشو و گنزدایی مکرر دست ها لازم هست. یا آخرین دستور عملی که شما مشاهده میکنید، avoid touching men، از آقایون دور کنید، میگه به خانما نزدیک بشید. حالا این اصطلاح برای خنده میگم، ولی میگه از آقایون men mouth eye nose ممانعت کنید از تماس با دهان و چشم و بینیتون. ماسک خیلی کمک میکنه که ما حداقل با بینی و دهانمون تماس نداشته باشیم. حالا هم که تو محیط کار عینک بزنن که اون قضیه عینکشون اونطوری حل میشه. فالو وومن، یه خانوما رو پیگیری کنید. البته خانوما رو پیگیری کنید که منظور که این دبلیوش واش یور هند، دستاتون رو بشورید. اوش هم که در واقع بحث فاصله فیزیکیه. مهمش هم که ماسک بزنید. در واقع ایش هم که اگزرسایز تمرین کردن و خوردن و ورزش و خلاصه اینها هست که وزیرای مفصل تغذیه خوب داشته باشید. و آخری اینش هم که میگه نو unnecessary traveling، مسافرت های غیر ضروری نرید، متوقف بشید تا اجازه بدید که این ویروس در منزلش در جا از بین بره، دوره نقاهت 2 هفته 3 هفتهش تموم بشه
و تموم بشه. اینم دومین دستورالعملی که من خدمتون گفتم. دو تا طرح دیگه هم کار کردیم تو این 5 دقیقه میخوام بهتون بگم خلاصه است. طرح میزان آلودگی 800 بیماران کرونایی. خب بابا یادتونه چه وضعیت رو 800 کرونایی داشتیم اول که ویروس بحث مرگ و میر کرونایی شروع شد؟ آقا جنازه ها رو بالا پرت میکردن تو قبر، آهک میریختن، کسی جرئت نمیکرد نزدیک بشه، غسل و کفن نمیکردن. خلاصه برای حضرت آقا خبر گزارش دادن که همچین اتفاقی افتاده چیکار کنیم. خلاصه سوال کردن که آقا ما از نظر علمی دانشمندا بگن که یه تیمایی که وارد شده و نظرات تخصصی رو جمع کرد، خود من بودم، نظر تیم متخصصین دیگه رو جمع کردیم، متخصصین ویروس جمع کردیم، متخصصین بهداشت جمع کردیم و خودمون هم یه طرح تحقیقاتی انجام دادیم. اومدیم روی 15 تا از اجساد کرونایی نمونه برداری از بینی، دهان، سینه و کف دستاشون انجام دادیم این نمونه ها رو، و بعد از این تقریبا 60 نمونه شد قبل از غسلشون. اینجا ما یادتون باشه غسالخونه رو انداختیم، قبل از غسل نمونه برداری کردیم، بعد از غسل نمونه برداری کردیم. نمونه های بعد از غسلمون آلودگی نداشت. نمونه های قبل از غسلمون هم اگر دقت بکنید به طور کل 70% منفی بود. یعنی تمام اون ترس و واهمه‌ای که به جون مردم انداخته بودن بدون هیچ گونه ضرورتی بود، و 30% تنها فقط نمونه ها مثبت بود. اون 30% هم بیشترین بار مثبت داخل بینی بود، اطراف دست ها یه مقدارم سینه و کف دست ها یه مقدار جزئی. ببینید پس ما اگه دقت بکنید این بیشترین نمونه مثبت اون دور دهان بیمار و داخل بینیش بود. خب ما آوردیم یه دستور عمل نوشتیم بلا فاصله که اجسادی که میاد برای غسل کردن ابتدا گندزدایی بشه سر صورتشون با یک محلول کلور 0.5% یا 0.5% آب ژاول، دیگه بدون دغدغه راحت میتونید غسلای و کفن و تمام مراسم یک مریض بیمار کرونایی رو انجام بدید و طبق آداب شرعی هم دفع بشه، هیچ جای نگرانی نیست. البته تو همون نمونه‌های مثبت بینی و دهان سیپتور شوردشون 24. ببینید پایین بود نسبتا، این میانگینشونه، میانگینش 24 بود و این نشون میده که حتی داخل بینی هم همینطور. ببینید سیکتور شوردش 24 بود، یعنی اگر با اون آلودگی میخواست بره، بله اگه کسی تماس با بینی این میت میگرفت آلوده میشد، ولی وقتی که یه گندزدایی ساده انجام میشه بدون هیچ گونه نگرانی این جسد کلن ضد عفونی شده، گندزدایی شده و ما میتونیم آداب شرعی که داره تبون در واقع به چکار کنیم مراسمشو انجام بدیم. قبر اینها به هیچ عنوان نیاز به آهکزنی نداره، عمیق تر کردن نداره، این یه قبرهای معمولی دفن بشن، یه طبقه دو طبقه سه طبقه هر جوری که هست، و هیچ گاهی نگرانی نبود و ما میتونستیم دیگه از اون به بعدم که از اتاقا دستور فرمودن نتایج تحقیق برای فرمانده سپاه، برای فرمانده کل و برای تمام مراجع تقلید فرستادیم. بلافاصله هم همه گفتن که دیگه باید غسل کفن اجساد کرونایی انجام بشه، کسی حق نداره بدون آداب شرعی دیگه این اجساد رو دفن کنه. بنده خدا مظلوم، خلاصه دفن کردنشون هم مظلوم، مراسمی هم که براشون نبود. به حمدالله این تغییر تحولی اتفاق افتاد که امیدواریم که باشه منشأ خیرات برای دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. یه طرح دیگه هم کار کردیم عزیزان، انتقال ویروس کرونا طریق فاضلاب. اومدیم نمونه‌های فاضلاب رو با در واقع کارفرمایی و همراهی شرکت آفاضلاب استان تهران، نمونه‌ای از فاضلاب بیمارستان بقیت الله، امام خمینی، شهید دانشوری و تسمونه فاضلاب جنوب تهران، تسمونه فاضلاب شهید محلاتی، شهید تسمونه فاضلاب شرک اکباتان نمونه برداری کردیم و این نمونه‌ها رو 25 نمونه مطالعات و آزمایش‌های لازم تو مراحل مختلف انجام شد. تنها یک نمونه ورودی فاضلاب خام بیمارستان بقیت الله یک نمونه مثبت بود و یک نمونه هم فاضلاب بیمارستان دانشوری بود که مثبت بود. اونا فاضلابشون خام دفع میکردن، تصفیه هم نمیکردن از فاضلاب خام، و یه نمونه هم فاضلاب بیمارستان خانگی توی شرک اکباتان. در کل به این نتیجه رسیدیم که تو جنوب تهران که بزرگترین تصفیه خونه هست حتی یک نمونه مثبت نبود، و در نتیجه آب و فاضلاب بستر مناسبی برای انتقال ویروس کرونا نیست. و اون نگرانی که میگفتن اجساد کرونایی رو دفع کنیم از منطقه شمال، اگر آب نمیدونم چی میشه، مشکلاتی داره، باید نمیدونم حداقل 10 متر 20 متر از سطح آبای زمین فاصله داشته باشه. نه اصلا، یک متر کف قبر از سطح آبای زمین فاصله داشته باشه دیگه هیچ جای نگرانی نیست. فاضلاب حاصل از غسل این در واقع اجساد کرونایی هم هیچ نگرانی و مشکلی رو برای ما ایجاد نمی‌کنه. امیدوارم که از این مباحثی که خدمت عزیزان ارائه شد بهره لازم رو برده باشید. سعی کردم توی فرصت یک ساعتی که برنامه طراحی شده
نتایج این 4 تحقیقاتی رو به طور خلاصه خدمت عزیزان تقدیم بکنم. من در خدمتون هستم. اگر سوالایی شده در این سخنرانی من نتونستم بخونم، اگر عزیزان آقای اسماعیلی عزیز سوالایی رو شما یادداشت کردید که عزیزان پرسیدن، من برای پاسخ در خدمتم، یا عزیزی سوال داره اگه دستی بلند کرد و خلاصه علامتی، برای پاسخگویی من در خدمتتون هستم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عزیزان سوالی مطرح نبود آقای اسماعیلی عزیز؟ من خیلی لازمه چون الان صدا هست خدمتتون عرض بکنم که شماره همراهی من 0912-120-11-19، یه بار دیگه عرض میکنم 0912-120-11-19. کسی کاری داشت تو واتساپ پیام بده، سوالی بود من در خدمتتون هستم، چه تلفنی. محل کارم هم که دانشگاه پزشکی بقیت الله ساختمان پیامبر اعظم طبقه ششم هست، 031-875-555-09 شماره دفترم هست. اگر فرمایشی باشه، سوالی باشه، من در خدمت عزیزان هستم. هر زمان سوالی بود بفرمایید، انشالله که بهره کافی رو میبریم، در خدمتتون هستیم. خب من خداحافظی میکنم از عزیزان، التماس دعا، میریم صحبت های آقای دکتر پرستویی عزیز رو گوش بدیم انشاءالله. آقای دکتر پرستویی، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حاضرین محترم در این وبینار. تشکر میکنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر معصوم نگی از مطالب بسیار مهم و در واقع محتوای مطالبشون بسیار کاربردی بود و من خودم شاهد زحمات ایشون بودم تو ایامی که در واقع دانشکده بهداشت در حال متولی کنترل بهداشت شد توی در واقع دانشگاه بقیت الله. گروه بهداشت محیط بسیار فعال ظاهر شدن و طرحهای تحقیقاتی هم که نتایجشون مشاهده کردید، من شاهد زحمات های دکتر معصوم بیگی و تیم همراهشون بودم. تشکر میکنم از آقای دکتر معصوم بیگی و با کسب اجازه از دوستان مطالب خودم رو شروع کنم. دوستان اگر صدای من رو واضح دارید لطفا عدد 1 رو وارد کنید. خوبه دیگه آقای دکتر، بفرمایید. خیلی ممنونم از دوستان که به ما فاصله پاسخ دادن. با نام یاد خدا، من دکتر پرستویی هستم، عضو هیئت علمی گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی دانشکده بهداشت. عنوانی رو که در خدمتتون هستم جنبه های کلیدی در مدیریت تغذیه بیماران مبتلا به کووید 19 هست. امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مورد استفاده دوستان قرار بگیره. یه مقدمه ای رو در خدمتتون هستم. خب در حال میدونید که این پاندمی کووید 19 از اواخر سال 2019 شروع شد و حالا یکی از چالش‌های مهم حوزه بهداشت و درمان هست که در واقع نیاز به استراتژی‌هایی که مؤثر باشن و مبرور به صرفه هستن در حال احساس میشه توی این حوزه، که هم بتونه از عوارض این بیماری پیشگیری کنه، کمک کنه که
در موقع ریکاوری هم سریعتر و هم بهتر اتفاق بیفته و عوارض این بیماری رو کم بکنه تا اونجایی که در واقع امکان پذیر هست. و مطالعاتی که به حوزه حالا عفونت‌های تنفسی کلاً انجام شده نشون داده که هم در واقع وضعیت تغذیه مناسب و هم دریافت بعضی از نوتریئنت‌های خاص کمک میکنه در عفونت‌های تنفسی و به ویژه در واقع بحث امروز ما که در واقع کووید 19 هست و وضعیت تغذیه یکی از فاکتورهای کلیدی هست که تاب‌آوری جمعیت رو در برابر کووید 19 به هر حال خیلی تحت تأثیر قرار میده و کمک میکنه که جمعیتی که مواجه میشن با این پاندمی بتونن در واقع مقاومت بیشتری رو از خودشون در برابر این عفونت نشون بدن. حالا در ارتباط با وضعیت تغذیه ما اگر بخواییم که وضعیت تغذیه‌ای رو مورد ارزیابی قرار بدیم، معمولا 4 نوع ارزیابی در خصوص بسیار دوستان به من تذکر دادن که صدای مقدار ضعیف هست. من اینجا هم دکتر باستانی گفتن که صدا خیلی ضعیف. الان صدا بهتر شد. اگر صدای من رو واضح میشنوید عدد 2 رو وارد کنید. بفرمایید. خیلی ممنونم. عرض می کردم در ارتباط با وضعیت تغذیه‌ای ما 4 نوع ارزیابی رو در خصوص ارزیابی وضعیت تغذیه داریم که یکیش ارزیابی دریافت غذا هست که در واقع با استفاده از پرسشنامه‌های استانداردی که در این خصوص وجود داره ما میزان دریافت غذای افراد رو مورد بررسی قرار میدیم و اون رو با میزان‌های مرجع توصیه شده مورد مقایسه قرار میدیم. یکی از ارزیابی‌ها ارزیابی آنتروپومتریک هست یا ارزیابی‌های تن‌سنجی یا پیکرسنجی که در واقع خیلی یکی از ارزیابی‌های سادش که ممکنه حتما مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه همین اندازه‌گیری وزن و قد و نمایه توده بدن یا BMI هست که ساده ترینش هست. حالا ما دور کمر رو داریم، در واقع چین پوستی رو تو عضله پشت بازو TSS یا عضله جلوی بازو بایسپ رو داریم و عضله های مختلفی که تو گروه های سنی مختلف مونده استفاده قرار میدیم. مثلا توی کودکان معمولا دور سر رو جز آیتم هایی هست که مورد ارزیابی قرار میدم و بر اساس اون استانداردهایی که ما داریم قضاوت میکنم که از نظر در واقع آنتروپومتریک وضعیت فرد به چه صورت است. ارزیابی سومی که توی حوزه تغذیه مورد استفاده قرار میگیره ارزیابی بیوشیمیایی هست که معمولا اون اندیکاتورها شاخصهایی که توی سرم یا توی خون در ارتباط با تغذیه هست رو مورد بررسی قرار میدن. حالا به عنوان مثال اون فریتین میدونید که برای ذخیره آهن مورد ارزیابی قرار میگیره یا هموگلوبین که برای کمخونی فقر آهن هست، 25 هیدروکسی ویتامین دی رو برای ویتامین دی و الی آخر دیگه، یا آنزیم های کبدی رو میان در واقع مورد ارزیابی قرار میدن مثل ALT مثل AST و بسیاری از فاکتورهای بیوشیمیایی دیگه که توی این ارزیابی بیوشیمیایی مورد استفاده قرار میگیره. و ارزیابی در واقع بالینی هست که اون علائم بالینی رو مورد در واقع بررسی قرار میدن. حالا مثال از آهن زدیم مثل کایلومیشه که قاشق شدن در واقع ناخن ها هست یا رنگ پریدگی بافت متهمی چشم یا توی حالا ویتامین سی مثلا جینجیویت رو ممکنه در واقع داشته باشیم و بسیاری موارد دیگه ای که دوستانی که بالینی هستن
در واقع خیلی اکسپرت هستن توی این حوزه. پس این 4 تا در واقع ارزیابی هایی هست که در خصوص وضعیت تغذیه مورد استفاده قرار میگیره. یه مطالعه در سال 2017 انجام شد که اومدن در واقع گزارشش در سال 2017 منتشر شد که از سال 1990 تا سال 2017 رو جمعیت رو مورد بررسی قرار داده بودن و متوجه شدن که فاکتورهای رژیمی با 11 میلیون مرگ ارتباط مستقیمی داره و با 255 میلیون در واقع شاخص دالی که اون 255 میلیون تعداد سالهای عمر از دست رفته به علت در واقع ناتوانی که تحت عنوان شاخص دالی هست، دیدن که فاکتورهای رژیمی میتونه در واقع این ارتباط رو داشته باشه و نشون دهنده اهمیت تغذیه در این حوزه هست. یکی از اصطلاحاتی که ممکنه باهاش مواجه بشیم بعد از اینکه ما ارزیابی وضعیت تغذیه رو در واقع انجام دادیم، مال نوتریشن یا در واقع سوء تغذیه هست که این سوء تغذیه هم میتونه در بعد انرژی اتفاق بیفته، حالا هم از نوع در واقع اندرفیدینگ و هم از نوع اوورفیدینگش که در واقع کالری کمتر از حد مورد نیاز دریافت بشه و یا اینکه کالری از حد مورد نیاز بیشتر باشه و یا در خصوص ماکرونوتریئنت ها که شامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها هستن و حتی این در واقع مالنوتریشن ممکنه در حوزه میکرونوتریئنت ها اتفاق بیفته که شامل ویتامین ها و مینرال ها هستن. که جالبه بدونید که گاهی اوقات ممکنه در یک بخشی مثل در انرژی ما شاهد اوورفیدینگ باشیم، یعنی فردی که مبتلا به چاقی هست طبیعتاً میزان کالری دریافتی اون بیش از حد مورد نیازش هست، ولی ممکنه همین فردی که مبتلا به چاقی هست در حوزه در واقع میکرونوتریئنت ها دچار در واقع کمبود نوتریئنت ها باشه، با اینکه در واقع دریافت کالریش زیاد هست ولی بسیاری از نوتریئنت ها ممکنه در بدن این فرد به میزان کافی دریافت نشده باشه. به عبارت دیگه میتونیم بگیم سیری شکمی اتفاق افتاده ولی سیری سلولی که منظور اون تأمین در واقع میکرونوتریئنت های مورد نیاز سلول هست در بدن این فردی که اون که چاق هست اتفاق نیفتاده. خب من دونه دونه در رابطه با درشت مغذی ها و ریز مغذی ها مطالبی که آماده کردم به خدمتتون ارائه میدم. به هر حال یکی از درشت مغذی هایی که سهم خیلی زیادی توی رژیم غذایی ما داره در واقع کربوهیدرات ها هستن و بخشی از کربوهیدرات ها که تحت عنوان پلی ساکارید های غیر قابل هضم هم بهش در واقع گفته میشه فیبرهای رژیمی هستن. کربوهیدرات ها و فیبرهای رژیمی در واقع توی مطالعات مختلف دیدن که با عملکرد سیستم ایمنی در واقع ارتباط دارن و ما یه اصطلاحی در حوزه کربوهیدرات ها داریم تحت عنوان گلایسمیک ایندکس یا نمایه گلایسمی که یک در واقع شاخصی هست یا یک ابزاری هست که مورد استفاده قرار میگیره برای اینکه کربوهیدرات ها رو بر اساس توانشون یا غذاهای کربوهیدراتی رو بر اساس توانشون در افزایش سطح قند خون تقسیم بندی میکنن و در واقع این کاتاف به این صورت هست که غذاهایی که در واقع شاخص گلایسمیک اونها کمتر از 55 باشه تحت عنوان لو جی آی یا غذاهایی با شاخص گلایسمیک ایندکس شاخص در واقع گلایسمیک ایندکس گلایسمیک پایین، غذاهایی که در واقع گلایسمیک ایندکسشون بین 55 تا 75 باشه تحت عنوان مدیوم جی آی یا با شاخص گلایسمیک متوسط و اونایی که بالای 75 هست رو به عنوان غذاهایی با شاخص گلایسمیک بالا یا های جی آی هستن. طبیعتاً در واقع غذاهایی که حاوی کربوهیدرات های تصفیه شده هستن مثل شکر، مثل قند، مربا، اینها یا به عبارتی کربوهیدرات های در واقع پروسس شده، اینها شاخص گلایسمیک بالاتری دارن. البته
این رو باید عرض کنم که دستگاه گوارش بسیار در واقع قدرتمند هست. حتی برخی از این کربوهیدرات هایی که به ظاهر کمپلکس هستن چون توی دستگاه گوارش تحت تاثیر آنزیم های مختلف قرار بگیره، این تبدیل میشه به در واقع واحد های سازندشون. مثالی که میتونم در این خصوص بزنم سیب زمینی هست. سیب زمینی در واقع در ظاهر یک پلیمری هست از گلوکوز و یک کربوهیدرات کمپلکسه، ولی دستگاه گوارش بعد قدرتمند هست که همه در واقع این پلیساکارید رو تبدیل میکنه به واحد سازنده اون در واقع پلیساکارید که همون گلوکوز هست. به خاطر همین تو بعضی از مواد غذایی مثل سیب زمینی ما شاهد این در واقع عدد بالا هستیم توی گلاسمیک ایندکس. به خاطر همین سیب زمینی هم جزء غذاهایی هست که حال گلاسمیک ایندکس و باید توی رژیم غذایی کنترل بشه. حالا چه اتفاقی میفته وقتی شما غذاهایی با شاخص گلاسمیک بالا رو استفاده بکنید؟ ببینید خب حالا توی بیوشیمی اگه خاطرتون باشه این در واقع کربوهیدرات میاد توی مسیر گلیکولیز تبدیل میشه به پیروات، پیروات تحت تاثیر پیروات دهیدروژناز تبدیل میشه به استیل کوا و در واقع استیل کوا وارد چپه کربس میشه توی میتوکندری. و هر چقدر ما این میزان کربوهیدرات های با گلاسمیک ایندیکس بالا رو توی رژیم غذاییمون بیشتر استفاده بکنیم، اوورلود یا بار بیش از حدی در واقع به میتوکندری وارد میشه و نتیجهش این هست که در اثر این در واقع بار بیش از حد ما رادیکال های بیش از حد توان بدن تولید میشه. چون به طور طبیعی ما رادیکال های آزاد رو توی بدن داریم، ولی موقعی که این میزان کم باشه بدن میتونه این رادیکال های آزاد رو خنثی کنه، ولی وقتی اگر بیش از حد توان باشه به عبارت دیگه اون دفاع آنتی اکسیدانی بدن نتونه این رادیکال های آزاد رو خنثی کنه، وضعیت ایجاد میشه تحت عنوان استرس اکسیداتیو که باعث میشه که این رادیکال های آزاد خنثی نشن توی بدن، تولید بیش از حد داشته باشیم و چون اینها الکترون آزاد دارن میتونن به در واقع ترکیباتی که مستعد اکسیداسیون هستن و ما توی قشرهای سلول حتی توی دی ان ای سلول ما چون اینها در واقع مستعد اکسیداسیون هستن و به راحتی میتونن در واقع این با این الکترون واکنش بدن، نتیجهش این هست که باعث تخریب میشه. حالا توی قشرهای سلول ببینید که ما فسفولیپید های ما حاوی در واقع اسید های چرب از اون پوفا هستن که حالا جلوتر راجع به اسید های چرب هم صحبت خواهم کرد که این پوفا ها مستعد اکسیداسیون و به راحتی با رادیکال های آزاد واکنش میدن و در واقع باعث تخریب اون سلول میشن و در نتیجه التهاب و واکنش های التهابی و یا زنجیره ای از پروکسیداسیون لیپیدی رو ممکنه داشته باشن. خب دوستان اینجا به من گفتن که صدا بده و صداتون افت کرد. الان صدا خوبه؟ من دیگه بلند دارم صحبت میکنم. صدا خوبه دوستان؟ دوستان صدای من خوبه؟ بسیار خب من حالا بلندتر صحبت میکنم که صدای منم افت نمیشه بشه. و دیده شده که موقعی که ما از در واقع کربوهیدرات هایی که با شاخص گلاسمیک بالا توی رژیم غذاییمون استفاده میکنیم، میزان سایتوکاین های التهابی از جمله در واقع خود سی ریاکتیو پروتئین تی ان اف آلفا آی ال 6 که در زمان التهاب اینها افزایش پیدا میکنن، با افزایش مصرف در واقع کربوهیدرات های با جی آی بالا ما شاهد افزایش سطح این سایتوکان های التهابی هستیم و به خاطر همین با توجه به اینکه خود ماهیت این کووید 19 هم یک ماهیت التهابی هست و در عفونت های تنفسی ما این
در واقع التهاب رو شاهد هستیم، پس توصیه معقول و منطقی هست که ما بیایم غذاهایی که در واقع از این نوع کربوهیدرات ها رو داخلشون دارن رو محدود بکنیم در رژیم غذایی خودمون، حالا چه در زمانی که سالم هستیم به منظور پیشگیری و در چه زمانی که فرد مبتلا به کووید شده به منظور در واقع بهبودی و تسریع در ریکاوری. در خصوص فیبرها هم که گفتم به هر حال دسته از این کربوهیدرات ها هستن تحت عنوان پلی‌ساکارید های در واقع غیر قابل هضم گفته میشه، حدود 25 تا 38 گرم در روز در واقع فیبر رو توصیه میکنن که هم میتونه التهاب رو توی روده و به طور کلی التهاب سیستمیک رو توی بدن کاهش بده. و همونجور که مصرف کربوهیدرات های با جی آی بالا باعث میشد اون سایتوکاین های التهابی افزایش پیدا بکنه، بالعکس شما اگر مصرف فیبر رو در رژیم غذایتون افزایش بدین، میزان سی آر پی تی ان فالتا و آی ال 6 کاهش پیدا میکنه و از طرفی هم میزان شورت چین فتی اسیدها یا در واقع اسیدهای چرب کوتاه زنجیر که در اثر این تخمیر فیبرها در محیط روده توسط میکروب‌های روده تولید میشه، اینها میزانش افزایش پیدا میکنه که خود این در واقع شورت چین فتی اسیدها که شامل استات، پروپیانات و بوتیرات هست، اینها خاصیت ضد التهابی دارن. شورت چین فتی اسید ها همونجور که توی اسلاید قبلی عرض کردم خدمتتون که در اثر این تخمیر کربوهیدرات های غیر قابل هضم توسط میکروب های کولون تولید میشن، هم خودشون میتونن مورد استفاده این در واقع میکروب ها قرار بگیرن و به نوعی کمک بکنن به این که در واقع هم تعداد این میکروب ها افزایش پیدا بکنه، تنوع این میکروب ها افزایش پیدا بکنه و اون میکروب هایی که اثرات سلامت بخشی رو دارن و تحت عنوان پروبیوتیکا مطرح هستن، میزانشون در روده افزایش پیدا میکنه. حالا در کنار اینکه خود شورت‌چین فتی اسید ها به عنوان یک سوختی برای سلول های کولون میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، در تکثیر و تمایز سلول های کولون نقش دارن، میتونن فشار اسموزی رو در واقع کاهش بدن و حتی در بهبود اسهال هم بسیار مؤثر هستند. از این طریق میتونن در واقع اون تنوع میکروبی رو افزایش بدن و کمک بکنن به افزایش رشد باکتری های مفید یا پروبیوتیکا در روده، که توی این اسلایدی که ملاحظه میفرمایید این تأثیرات شورت چین فتی اسید ها رو که گفتیم در اثر فعالیت در واقع این میکروب های کلون، این در واقع شورت چین فتی اسید ها تولید میشن و شورت چین فتی اسید ها که گفتیم شامل استات، پروپیانات و بوتیرات هست، همونجور که میبینید اثرات متفاوتی رو دارن، میتونن سایتوکاین های ضد التهابی رو افزایش بدن مثل در واقع آیل 10 یا آیل 10 یا همون اینترلوکین 10، میتونن حتی چون این اینترلوکین 10 از تی رگولیتوری در واقع ترشح میشه، میتونن در تبدیل نایف تی سل ها به در واقع تی رگولیتوری کمک بکنن، ایفای نقش بکنن و از طرف اون فاکتورهای یا سایتوکاین های التهابی که مثل در واقع آیل 6 هست رو توی در واقع محیط روده کاهش بدن و از این طریق میتونن باعث کاهش التهاب بشن. حالا در کنار در واقع اون میکروبیوتای روده، نزوفارنجیال میکروبیوتا که در واقع اون محیط میکروبی که توی قسمت در واقع حفره بینی و حلق قرار داره، اون هم در عفونت‌های تنفسی درگیر هست و حتی دیده شده که این رو از عفونت‌ها میتونن باعث تغییر در میکروبیوتای
زوده بشن و سیستم ایمنی رو تحت تأثیر قرار بدن. و با توجه به اینکه ما توی در واقع کووید با توجه تجربه‌ای که به حال به دست آوردیم، ما هم شاهد علائم تنفسی هستیم و بعدها دیدید که ما علائم گوارشی رو هم توی این بیماران شاهد بودیم. پس به نظر میرسه که توی افرادی که مبتلا به کووید هستن، اختلال در این میکروبیوتا که تحت عنوان دیسبیوزیس هست، که در واقع اون باکتری های فرصت طلب و پاتوژن توی روده افزایش پیدا میکنن و باکتری های مفید مثل پروبیوتیکا کاهش پیدا میکنن، این در واقع دیسبیوزیس رو ما شاهد هستیم که نتیجه اون افزایش در واقع سطح التهابی توی این بیماران هست. خب دومین در واقع درش مغزی که توضیح میدم خدمتتون، پروتئین ها هستن، که پروتئین ها با توجه به اینکه نقش های بسیار متفاوتی توی بدن دارن دیگه، ما آنزیم های ما ساختار پروتئینی دارن، بسیاری از هورمون ها ساختار پروتئینی دارن، در واقع ساختار سلول توی ماده زمینه ای استخوان، توی سنتز کلاژن در واقع پروتئین ها ایفای نقش میکنن، به عنوان ناقل مثل ترانسفرین، مثل سروپلاسمین، مثل آلبومین میتونن در واقع عمل بکنن. خود آلبومین در واقع کنترل فشار آنکوتیک میتونه ایفای نقش بکنه، که ببینید که با کمبود آلبومین مشاهده خیزیا ادم هستیم. توی در واقع نوروترانسمیترها این پروتئین ها میتونن ایفای نقش بکنن و بسیاری از در واقع فعالیت هایی که توی بدن داره اتفاق میفته به واسطه این پروتئین ها هست، به ویژه در واقع در سنتز ایمونوگلوبولین ها که در سیستم دفاعی بدن میتونن ایفای نقش بکنن. بیشترین تعداد سلول های ایمنی رو ما توی روده داریم، پس در ارتباط با اون بافت لنفویدی که مرتبط با روده هم هست، هم در واقع عمل کرده و میتونن پروتئین ها ایفای نقش بکنن. و طبیعتا کمبود پروتئین میتونه این عمل کرده در واقع سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار بده. ما در خصوص پروتئین ها یه اصطلاح داریم در واقع های بیولوژیکال ولیو، یعنی پروتئین هایی که ارزش زیستی بالایی دارن. کدوم پروتئین ها هستن که ارزش زیستی بالایی دارن؟ پروتئین هایی که در واقع کمک بکنن این نقش هایی که بخشش رو اشاره کردم خدمتتون، این نقش ها توی بدن به طور در واقع مشخص و واضح اتفاق بیفته در اثر اون مصرف پروتئین. و که این اتفاق میفته موقعی که پروتئین ما یک پروتئینی باشه که همه اسید آمینوهای در واقع مورد نیاز بدن رو تامین بکنه. از اونجایی که میدونیم اسید آمینوهای غیر ضروری میتونن از روی اسید آمینوهای ضروری ساخته بشن، بنابراین پروتئین هایی که حاوی همه اسید آمینوهای ضروری به نسبت های لازم که مورد نیاز بدن هست رو داشته باشن، جزء در واقع پروتئین های با ارزش زیستی بالا یا های بیولوژیکال ولیو نامیده میشن، که طبیعتا منابع حیوانی از جمله انواع تخم ماکیان، حالا خود گوشت، مرغ، ماهی و لبنیات، این در واقع اسید آمینوهای ضروری رو دارن و با توجه به نقشی که گفتیم در سیستم ایمنی داره، میتونن اثرات ضد التهابی رو داشته باشن. حتی برخی از اسید آمینوهای غیر ضروری هستن که در زمان التهاب و عفونت میزان مورد نیاز بدن به اون اسید آمینوها افزایش پیدا میکنه. چرا که میزانی که داره توی بدن سنتز میشه از روی اسید آمینوهای ضروری، کفاف نیاز بدن رو در زمان التهاب نمیده. این در واقع دو تا اسید آمینه آرژینین و در واقع گلوتامین هستن که این هم باید مورد توجه ویژه قرار بگیره. میدونید که مکملاش هم توی بازار هست و معمولا حالا توی بیمارانی که تو بخش های ویژه هستن از جمله ICU همکاران تجویز میکنن گلوتامین و
آرژینین رو. پس خیلی در واقع مهم هست که پروتئین رو توی رژیم غذایی ما مورد توجه قرار بدیم. حالا در یک در واقع فردی که سالم هست و دچار استرس، دچار التهاب و بیماری نیست، بین 8 تا 1 گرم پر کی جی توصیه میشه و طبیعتاً در زمانی که فرد دچار بیماری هست بیش از در واقع 1 گرم، حتی تا 1.5 گاهی و تا 2 گرم پر کی جی هم ما ممکنه که پروتئین رو توی در واقع رژیم غذایی برای این بیمار تجویز بکنیم. سومین در واقع درشت مغذی لیپیدها هستن یا در واقع چربی ها، که حالا چربی ها و اسید های چرب حالا تقسیم بندی های مختلفی دارن. یکی از در واقع تقسیم بندی ها موقعیت پیوند دوگانه از انتهای متیل هست که بر اساس اون حالا انتهای متیل رو انتهای N یا انتهای اومیگا هم بیگن و در واقع از انتهای متیل میشمارن. هر جا اولین پیوند دوگانه رو دیدن در واقع اون شماره اومیگا رو به اون اسید شب تخصیص میدن و حتما شنیدید دیگه اسیدهای شب اومیگا 3، یعنی اولین پیوند دوگانه از انتهای متیل روی کربن شماره 3 هست. اسیدهای شب اومیگا 6 اولین پیوند دوگانه روی کربن شماره 6 هست، یا در واقع اسیدهای شب اومیگا 9 که اولین پیوند دوگانه از انتهای متیل روی کربن شماره 9 هست، که حالا از اومیگا 9 میتونیم اسید اولئیک رو که توی زیتون و روغن زیتون ما به میزان فراوان شاهد هستیم، از اسیدهای شرب اومیگا 3 که الان توی اسلاید هم میبینید ایکوزاپنتونیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید رو میتونیم در واقع مثال بزنیم که جزء اسیدهای شرب اومیگا 3 طویل الزنجیر در واقع محسوب میشن، یا اسید آراشیدونی که جزء اسیدهای چرب خانواده اومیگا 6 هستن. حالا به طور کلی توصیه میشه که نسبت در واقع اومیگا 6 به اومیگا 3، دقت بکنید نسبت اومیگا 6 به اومیگا 3 در رژیم غذایی یه عددی بین 2 تا 3 باشه، یعنی اومیگا 6 به اومیگا 3 2 تا 3 برابر باشه. شاید اگر ما اطلاعات قبلی نداشته باشیم بر اساس این توصیه که الان گفتم و توصیه سازمان جهانی بهداشت هم هست، ممکنه که در واقع این ذهنیت بر شما پیش بیاد که خب پس اگر اومیگا 6 به اومیگا 3 2 تا 3 برابر باشد، پس ما تا میتوانیم باید اومیگا 6 در رژیم غذاییمون استفاده کنیم، در حالی که این درست نیست. چرا؟ چون همین الان اگر بیان بررسی کنن، من به جرئت میتونم بگم که تو جامعه ما این نسبت بالای 10 هست. چرا که وقتی ما منابع رو نگاه میکنیم عمدتاً داریم منابع اومیگا 6 رو ما توی رژیم غذاییمون استفاده میکنیم، از روغن ذرت، از روغن آفتابگردان، از انواع گوشتا داریم استفاده میکنیم که همه اینها حاوی در واقع اومیگا 6 هست. دوستان یه لحظه ما میکروفون رو عوض بکنیم، یه لحظه فقط بسخواه میکنم توقف ایجاد بشه. خب دوستان ما میکروفون رو عوض کردیم، صدا چطوره؟
دوستان صدای منو دارید؟ بهتر شد. خب عذرخواهی میکنم این وقت ایجاد شد. عرض میکردم خدمتون در خصوص نسبت در واقع اومگا 6 به اومگا 3 که گفتیم نسبت توصیه شده 2 to 3:1 هست، یعنی 2 to 3 برابر. و اگر گفتم تو جامعه ما الان این بررسی بشه، من به جرئت میتونم بگم که این نسبت بالای 10 هست. پس ما تا میتوانیم باید منابع اومگا 3 رو در رژیم غذاییمون افزایش بدیم، اومگا 3 در رژیم غذایی افزایش پیدا بکنه که ماهی و روغن ماهی یکی از بهترین منابع در واقع اومگا 3 هستن. توی ماهی ها سالمون و ساردین در واقع جزء ماهی هایی هست که اومگا 3 فراوانی داره، بذر کتان در واقع اومگا 3 فراوانی داره، خود روغن کانولا و کلزا اینها اومگا 3 زیادی دارن، توی گردو ما در واقع اومگا 3 رو داریم. اینها منابع اومگا 3 هستن که باید در رژیم غذایی افزایش بدیم تا بتونیم اون نسبت رو کوچیک بکنیم و نزدیک بشیم به عدد 2 to 3 و در واقع مصرف. حالا تو خود بحث در واقع کووید این EPA و DHA دیدن که به هر حال وضعیتی رو توی فرد ایجاد میکنه که اون توانایی تکثیر ویروس تو بدن این فرد در واقع کاهش پیدا میکنه و اون در واقع وضعیت لیپیدی در میزبان مانع میشه که این ویروس نتونه در بدن این میزبان در واقع تکثیر پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. از طرف دیگه در خصوص این التهاب EPA و DHA دیدن که آنزیم سیکلو اکسیژناز رو که در واقع آنزیمی هست که میاد در مسیر سنتز در واقع پروستاگلندین ها و پروستاسیکلین ها ایفای نقش میکنه، همون چیزی که آسپیرین عمل میکنه دیگه، آسپیرین هم در واقع میاد کاکس رو مهار میکنه، EPA و DHA میاد سیکلو اکسیژناز رو در واقع مهار میکنه و اون پروستاگلندین هایی که باعث التهاب میشن رو تولیدشون رو کم میکنه. از طرفی ترکیبات واسطه ای رو ایجاد میکنه تحت عنوان SPM ها یا Specialized Pro Resolving Mediator ها که از این SPM ها میتونیم به پروتکتین، ریسولوین و مارسین اشاره بکنیم که اینها میتونن در برطرف کردن التهاب و رفع التهاب ایفای نقش بکنن. پس EPA و DHA میتونن در واقع جزء اون توصیه های ما و مکمل هایی باشن که در بیماری کووید 19 میتونن مورد استفاده قرار بگیرن که هم کمک میکنه که شدت این بیماری کم بشه و هم در ریکاوری ایفای در واقع نقش بکنه. من حالا داشتم این در واقع این میزانی که میتونیم تجویز بکنیم بین در واقع 1500 تا 3000 میلی گرم در روز که 1.5 to 3 grams میشه دیگه، 1.5 to 3 grams در روز میزانی هست که میتونیم در واقع تجویز بکنیم از در واقع اومگا 3 توی افرادی که مبتلا به کووید هستن. در خصوص ویتامین ها و مینرال ها که تحت عنوان میکرونوترینت ها در واقع مطرح شد، ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین دی، ویتامین ای، ویتامین در واقع B6، ویتامین B12 و فولاد و در خصوص مینرال ها آهن، منیزیم و تریس المنت های مثل روی، سلنیوم و مس میتونن در واقع در
حساسیت فرد در ابتلا به بیماری و حفظ عملکرد ایمنی بدن نقش حیاتی داشته باشند و طبیعتاً کمبود یا در واقع وضعیت ناکافی از این نوتریئنت ها میتونه در واقع پیامدهای منفی رو داشته باشه روی عملکرد سیستم ایمنی و در نتیجه مقاومت فرد رو در برابر عفونت کاهش بده. حالا در خصوص ویتامین دی میزانی که حالا میتونیم توصیه بکنیم حتی با 10,000 آیو در روز هم میشه این رو در واقع توصیه کرد، با این هدف که ما اون میزان 25 هیدروکسی ویتامین دی توی سرم به 40 تا 60 نانوگرم پر ام ال برسه. میدونید که تا 100 نانوگرم پر ام ال هم اینجا داره، بالای 100 نانوگرم پر ام ال دیگه در واقع توکسیسیتی و مسمومیت مطرح میشه، ولی حالا اون مطلوب ما بین 40 تا 60 نانوگرم پر ام ال هست. ویتامین سی رو که بسیار از همکاران حتی تجویز هم کردن توی بیمارستان 1 تا 2 گرم در روز میزانی هست که توصیه میشه. در خصوص حتی ویتامین ای که حالا توی اسلاید نیاوردیم چون حالا خاصیت آنتی اکسیدانی داره و با توجه به اون وضعیت استرس اکسیداتیوی هم که اشاره کردم، ویتامین ای رو هم حالا 200 تا حالا 400 آیو در روز میتونیم در واقع توصیه بکنیم. در خصوص سلنیوم 200 میکروگرم در روز میزانی هست که توصیه میشه. حالا زینک بسته به فرمتی که در واقع هست، حالا اگر از زینک گلوکونات بخوایم استفاده کنیم مخصوصا توی 3 روز اول حدود 13.3 میلی گرم در روز میزانی هست که توصیه میشه. در خصوص آهن حدود 60 میلی گرم در روز و به طور کلی اگر حالا ما بتونیم از مولتی ویتامین هایی که حاوی این در واقع میکرونوتریئنت ها، ویتامین ها، مینرال ها هست بتونیم استفاده بکنیم، خیلی در واقع میتونه کمک بکنه و مؤثر باشه. حالا توی این اسلایدی که ملاحظه میفرمایید اون در واقع اثراتی که این میکرونوتریئنت ها میتونن روی در واقع کووید 19 داشته باشن رو به ما نشون میده که از جمله اثرات ضد التهابی میتونیم در واقع همون پروتئین های با ارزش زیستی بالا رو مثال بزنیم، اومگا 3 فتی اسید ها، ویتامین آ، ویتامین سی، فیبرهای رژیمی، سلنیوم و مس که اینها در واقع خاصیت ضد التهابی دارن. لیپیدهای در واقع پولار یا قطبی که حالا جلوتر هم اشاره میکنم مثل در واقع فسفولیپیدها، اینها آنتی ترومبوتیک هستن. اون نوتریئنت هایی که میتونن باعث تقویت عملکرد سیستم ایمنی بشن مثل ویتامین ای، مثل آهن، مثل روی و در واقع نوتریئنت هایی که میتونن در واقع در برابر عفونت های تنفسی پروتکتیو باشن و محافظت کننده باشن، ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین دی و اون در واقع نوتریئنت هایی که میتونن اثر در واقع آنتی اکسیدانتی داشته باشن مثل اسیدهای چرب اومگا 3، ویتامین آ، ویتامین سی و ویتامین ای که ببینید که ما اگر یک مولتی ویتامین و مولتی مینرالی که حاوی این در واقع ترکیبات باشه به اضافه اینکه از پروتئین های با ارزش بیولوژیکی بالا استفاده کنیم، از اسیدهای چرب اومگا 3 استفاده بکنیم، کمک میکنه که هم شدت بیماری کاهش پیدا بکنه، اون پیامدهای در واقع بالینی بهتری رو ما شاهد هستیم، ریکاوری خیلی سریعتر اتفاق میفته و همچنین مدت اقامت در واقع فرد توی بیمارستان هم در واقع کم خواهد شد. حالا در کنار در واقع این ماکرونوتریئنت ها و میکرونوتریئنت ها ما توی غذاها ترکیباتی داریم که تحت عنوان حالا بایو اکتیو ها که
که ترکیباتی هستند که ماده مغذی نیستند ولی میتونن برای بدن مفید باشن و به صورت طبیعی توی غذاها وجود دارن و از مسیرهای مختلفی میتونن کمک بکنن که در واقع التهاب توی بدن کاهش پیدا بکنه و در نتیجه اون در واقع ریکاوری سریع‌تری رو ما توی این فرد شاهد باشیم. حالا از ترکیبات بایو اکتیوی که میتونم مثال بزنم براتون، یکی از در واقع این ترکیبات در واقع سلسترول هست که حالا توی حالا گیاهان مختلف از جمله حالا یکی از گناه های گیاهی سلسترول رجلی و تریپترجیوم ویلفوردی دو تا گیاهی هست که در واقع حاوی این ماده بیو اکتیو سلسترول هستن، یا اولئیل اتانولامید که در واقع همین اسید اولیکی که توی زیتون و روغن زیتون وجود داره توی دستگاه گوارش تبدیل به اولئیل اتانولامید میشه، و یا از آگونیستای در واقع پیپار گاما میتونیم در واقع دوکوزا هگزانویک اسید و ایکوزا پنتانویک اسید که همین اسیدهای چرب اومگا 3 در واقع طویل الزنجیر هستن. کارواکارول که در واقع از ترکیباتی هست که توی آویشن و ما پونه کوهی این در واقع کارواکارول رو میبینیم. کاسپایسین که در واقع توی فلفل این کاسپایسین حتی پومادش هم دیدید که به عنوان در واقع در زمان التهابات پوستی حتی کاسپایسین رو مورد استفاده قرار میگن. کورکومین که در واقع ماده فعال تورمریک یا در واقع زردچوبه هست، و یا سیترال که در واقع از ترکیبات فعالی هست که در علف لیمو یافت میشه، و پیونیسیک اسید که در هسته انار پیونیسیک اسید دقیق بکنید هسته انار رو هسته انگور رو خیلی شاید شنیده باشید و روغن هسته انگور، ولی پیونیسیک اسید از ترکیبات فعالی هست که در هسته انار وجود داره و از مکانیسمایی که در خصوص عملکرد این بایو اکتیف هایی که توی حالا ترکیبات گیاهی مختلف و در غذای مختلف هست این هست که میاد در واقع مسیر انفکاخوابی رو مسدود میکنه و در نتیجه اون سایتوکان های پیش التهابی که در اثر این مسیر و فعال شدن این مسیر تولید میشدن رو همه رو در واقع تولیدشون رو کم و متوقف میکنه که مثل همون TNF آلفا، اینترلوکین 1، اینترلوکین 6 و سایر سایتوکان های در واقع التهابی هست. باز هم خود سلسترول رو با در واقع جزئیات بیشتر که مکانیسمای اون رو که یکیش در واقع اشاره کردیم انفکاخوابی رو مهار میکنه، و اینکه اون در واقع فعالیت تی ام ترانس ممبران پروتاسرین 2 رو که در واقع یکی از راه‌های انتقال خود ویروس به داخل سلول این فعال شدن این پروتئاز هست که باعث در واقع فعال شدن خود این ویروس میشه، و ویروس میتونه از این طریق حالا بعدا متصل بشه به ACE2 و وارد در واقع سلول بشه، میاد این ترانس ممبران پروتئاسرین 2 رو هم فعالیتش رو بلوک میکنه و در نتیجه ورود این سارس کوو 2 به داخل سلول بلاک میشه و از این طریق مانع ورود در واقع این ویروس به داخل سلول میشه. حالا به طور کلی توصیه که میتونم داشته باشم حالا با توجه به مطالبی که ارائه شد این که ما در واقع غذاهای گیاهی رو مخصوصا حالا این قسمت آخر که من حالا بایو اکتیف ها رو هم اشاره کردم، غذاهای گیاهی رو حالا جلوتر اون سیتینگ پلیس رو هم میگم که تاکید میکنه روی در واقع میوه‌ها و سبزی‌ها، غذاهای گیاهی رو که علاوه بر اینکه ویتامین‌ها، مینرال‌ها و آنتی اکسیدان‌ها داره، این در واقع فیتونوتریئنت‌ها هم داخلش هست، فیبر رو توی رژیم غذایی ما زیاد میکنه که در واقع از این طریق میاد اون
اون اوور اکتیو بودن سیستم ایمنی رو تعدیل میکنه، اون طوفان سایتوکاینی که توی در واقع کووید ما داریم رو در واقع کمتر ممکنه شاهدش باشیم. اگر بیایم غذاهایی که غنی از این، حالا بیسش گیاهی باشه، حاوی این فیتونوتریئنت ها، حاوی این ویتامین ها و در واقع آنتی اکسیدان ها و فیبرهای گیاهی باشه. و حالا توصیه های اختصاصیمون که به هر حال مقادیر فراوان از میوه و سبزی توی رژیم غذایی ما بگنجونیم، که حالا به طور کلی 9 تا 13 سروینگ از در واقع انواع میوه ها و سبزی ها که گفتم حاوی این فیتونوتریئنت ها و در واقع فیبرها هستن رو شامل میشه. که حالا اگر ما بخوایم توی تعریف هر سروینگ هم من خیلی سریع بگم خدمتتون، شما اگر یک میوه متوسط رو در نظر بگیرید، مدل در واقع یک سروینگ هست، یک سیب، یک پرتقال مدل یک سروینگ هست، یا مثلا یک خوشه 17 حبه یه انگور مدل یک سروینگ هست، یا یک قاچ 300 گرمی از خربوزه، طالبی، هندوانه، اینها مدل یک سروینگ از میوه هست، مثلا 8 عدد گیلاس، 4 عدد زردالو. و حالا به طور کلی عیار دستتون اومد با این میزانی که گفتم. و یا در رابطه با سبزی ها، یک لیوان سبزی خام یا نصف لیوان سبزی پخته که حدود 100 گرم سبزی خام یا 50 گرم سبزی پخته معادل در واقع یک سروینگ هست. و این باعث میشه که ما اون حداقل 28 تا 35 گرم فیبری که در واقع مد نظر هست از این طریق تأمین بشه. که حالا توصیه دومی گفتیم که مصرف فیبرهای رژیمی که در واقع یه چیز حدود 28 تا 35 گرم، که 28 گرم برای خانم‌ها و 35 گرم برای آقایون این میزانی هست که توصیه میشه. و در واقع غذاهای تخمیری رو توی رژیم غذاییمون بگنجونیم. مثلا من حالا این مقاله‌ای که این توصیه رو داخلش داشت میخوندم، این سوبرکراب که یک در واقع از سبزیجات مختلف مثل در واقع کلم رو توی در واقع ترشی، این عمل تخمیر انجام میشه توی در واقع سرکه، که در واقع ترشی کلم، تحت عنوان ترشی کلم تونیم مثال بزنیم، که این حاوی پروبیوتیکا هست و همون میکروب های پروبیوتیک رو توی روده در واقع افزایش میده و کمک میکنه که اون عمل کرده هم روده و هم در واقع خود اون تنوع باکتری ها توی روده افزایش پیدا کنه. و در رابطه با اون کربوهیدرات ها، خب طبیعتا شکر و غذاهای های گلایسمیک ایندکس، اینها باید توی رژیم غذایی محدود بشه. در رابطه با نمک، این خیلی مهم هست که حتما نمک باید توی رژیم غذایی محدود بشه. چیزی که در خصوص نمک توصیه میشه، حدود در واقع ما 1.5 گرم سدیم در روز میزان توصیه شده هست. حالا رابطه بین سدیم و نمک هم خب NaCl هست. حالا شما سدیم رو 23 و کلر 35.5 در نظر بگیرید، اگر حالا ضرب رو تقسیم میکنید، اگر عدد در واقع سدیم رو ضرب در 2.54 کنید به نمک میرسه. حالا با توجه به اون وزنی که سدیم و کلر داره، یعنی 1.5 گرم نمک رو اگر شما ضرب در 2.54 بکنید، کمتر از در واقع 4 گرم نمک در کل در واقع شبانه روز. حالا جدایی از این که ما سدیم رو تو بسیاری از غذاها داریم، مثلا توی لبنیات، توی در واقع انواع گوشت ما این سدیم رو داریم، ولی می‌بینید که حالا در پخت غذا چقدر داره استفاده میشه. با اینکه توی این در واقع میزان نمک توی غذا هست، متأسفانه گاهی اوقات ما حتی غذا رو نچشیده میون نمک رو بهش اضافه می‌کنیم، که دریافت نمک در واقع بسیار افزایش پیدا می‌کنه توی در واقع رژیم غذایی ما. و طبیعتاً اون پیامدهای نامطلوبی که به این واسطه اتفاق میفته رو ما شاهدش هستیم. و اسیدهای چرب اشباع رو طبیعتاً باید حتماً توی رژیم غذایی محدود بکنیم.
به طور کلی کمتر از 30% کل کالری از چربی توصیه میشه، که اگر ما این رو بین 3 تا اون اسید چرب اشباع، تک غیر اشباع و چند غیر اشباع که تحت عنوان SFA، موفا و پوفا تقسیم بندی میکنن، کمتر از 10% کل کالری سهم SFA خواهد بود. حالا شما اگر 2000 کیلوکالری به طور متوسط در نظر بگیرید، 10%ش میشه در واقع 200 تا. هر گرم چربی رو شما 9 کیلوکالری در نظر بگیرید، اگر 200 رو تقسیم بر در واقع 9 بکنید، یه چیزی حدود در واقع 21-2 گرم بیشتر سهم این اسیدهای چرب اشباع نخواهد شد. در حالی که وقتی ما رژیم غذایی نگاه بکنیم، می‌بینیم که اسیدهای چرب اشباع به میزان در واقع فراوان داریم توی رژیم غذاییمون استفاده می‌کنیم. پس هم قند باید محدود بشه، هم نمک و هم اسیدهای چرب اشباع. و این هلسی ایتینگ پلیتی که در واقع قول دادم که توضیح بدم خدمتتون، این بشقاب خوراک سالم که دانشگاه هاروارد، دانشکده پزشکی و دانشکده بهداشت این رو در واقع منتشر کردن، که اگر دقت بکنید این بشقاب رو در واقع به 4 قسمت تقسیم بندی کردن، که در واقع این بیشترین سهم در واقع مخصوص به سبزی ها هست و اختصاص داده شده به وجتبلز یا سبزی ها، که هم مقدار بیشتر و هم تنوع بیشتر. و البته اینجا گفته سیب زمینی، درسته که سبزی نشاسته ای هست ولی جزء این محسوب نمیشه و حتما باید محدود بشه. سیب زمینی حالا از هر فرمش، حالا سرخ کرده و آبپز، هیچ فرق نمی کنه، اینها توی این قرار نمیگیره. بعدی در واقع میوه هست که هم میزان فراوان با رنگ‌های مختلف رو توصیه میکنه. بعدی هول گرین یا در واقع غلات کامل هست که اینجا اشاره میکنه که از نانی که از در واقع گندم کامل تهیه شده باشه، از پاستایی که در واقع از گندم کامل تهیه شده باشه، تاکید میکنه روی برنج قهوه‌ای و از اون طرف برنج سفید و در واقع نان سفید رو توی رژیم غذاییمون بایستی محدود بکنیم. چیزی که واقعا ما الان قوت غالب ما شده، هم برنج سفید هم نون سفید. خواهشی که دارم تا اونجا که ممکنه این رو توی برنامه غذاییتون باید کم کنید، و حتی توی بیماران کوویدی هم این رو ما باید توی رژیم غذاییشون محدود بکنیم. تاکید هست روی هلسی پروتئین یا در واقع پروتئین های سالم، که در واقع از مرغ، ماهی، لوبیا، انواع مغزها، و محدود کردن گوشت قرمز، پنیر و گوشت‌های در واقع فراوری شده مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، اینها باید محدود بشه. در کنار این بشقاب دو تا در واقع توصیه، یکی آب هست که تاکید میکنه روی خود آب اول، چای، قهوه، البته بدون شکر یا شکر خیلی کم، حتی لبنیات رو هم به خاطر اینکه اسیدهای چرب اشباع دارن این رو اشاره میکنه که محدود بشه به 1-2 سروینگ در روز. هر سروینگ از لبنیات 1 لیوان 250 سیسی هست. و آب میوه رو محدود میکنه حد اکثر 1 در واقع لیوان کوچک در روز. و نوشیدنی های شیرین رو در واقع اشاره میکنه که اجتناب بشه. توی سمت در واقع چپ هلسی اویل هست، روغن های سالم، که تاکید هست روی در واقع روغن زیتون که اولیل اتانول آمیدم که اشاره کردم که در این در اثر در واقع متابولیسمی که توی دستگاه گوارش روی روغن زیتون اتفاق میفته جزء ترکیبات بایو اکتیو اشاره کردیم. اینجا هم در واقع روغن زیتون و گنوان، روغن‌های سالم، روغن کانولا که گفتیم حاوی در واقع اومیگا 3 هست، در واقع اشاره میشه که استفاده بشه. و از طرفی کره و اسیدهای چرب ترانس که می‌بینید الان توی تبلیغات رقابت روی این هست که محصول ما اسید چرب در واقع ترانس کمتری داره، که این رو هم باید مورد توجه قرار بگیره، هم در افراد سالم هم در افرادی که دچار در واقع بیماری هستن. و این قسمت پایین هم این گوشه نگاه کنید، استی اکتیو، که در واقع توصیه به فعال بودن که خیلی مهمه. علاوه بر فعالیت روزمره، ما باید حتما یه وقتی از در واقع روزمون رو اختصاص بدیم به فعالیت ورزشی،
که کمک میکنه به هم در واقع ارتقاء در واقع سلامت جسمانی ما، که مقاومت ما در برابر این بیماری رو افزایش میده و باعث میشه که به هر حال بتونیم این در واقع پاندمی رو با موفقیت پشت سر بگذاریم. من تشکر میکنم از در واقع حوصله‌ای که به خرج دادید و حرفای من رو گوش کردید. امیدوارم مطالبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار بگیره. سپاسگزارم. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. دکتر رحیمی، من میکروفونتون رو باز کردم خانم دکتر رحیمی، بفرمایید. خانم دکتر رحیمی شما دست بلند کردین، سوالی داشتین؟ دوستان اگر خدا قوت دکتر برستویی پس شما درد نکنه. متشکرم آقای دکتر مسعود بگی، خیلی ممنونم. دوستان اگر سوالی هست من در خدمتم. باید آقای اسماعیلی سوالا رو استخراج کنه، اگه موردی باشه برای شما بخونه آقای دکتر فرستویی. لاوا بگیم دست شما درد نکنه. ممنون آقای دکتر معصوم بگی. بعضی از دوستان این گفتن که ما بریم دیگه. دکتر فرستویی دست شما درد نکنه، من از همه عزیزان خداحافظی میکنم. التماس تا یا علی مدد. خواهش میکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر معصوم بگی، متشکرم. سلامت باشید. به اطلاع شرکت کنندگان عزیز میرسونیم که بعد پایان جلسه، یعنی یک ساعت بعد پایان جلسه، میتونید ویدیو این کنفرانس ها تو کانال آپارات معاونت با جستجوی معاونت آموزش بقیت الله تو آپارات مشاهده کنید. با تشکر از حضور شما. خب خیلی ممنونم. دوستانم اطلاع دادن که توی اون در واقع کانال آپارات میتونید برنامه ضبط شده رو ببینید دیگه. الان اونجا هم گفتن توی کانال آپارات کلن برنامه ضبط شده که حالا هم اسپیدان و اینها هم شامل اون هست، انشالله اونجا ملاحظه میکنیم. خب همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. وقت همه دوستان بخیر. خدا نگهدار.